عرض ادب و احترام خدمت همکاران عزیز، امیدوارم که عصر شنبه خوبی داشته باشید. عرض ادب دارم خدمت تمامی عزیزانی که ما را از طریق رادیو و تلویزیون برکانون و اپلیکیشن یوتیوب همراهی میکنند. امروز روز شنبه 8 اکتبر 2022 در ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی جلسه کمیته ورزش دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران دفاع از حقوق بشر ایران رو آغاز میکنیم. در ابتدا من سخنرانان این جلسه رو خدمت شما معرفی میکنم. در ابتدا خانم طیبه نجاتیان گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق ورزش و ورزشکار رو در شهریور ماه 1401 به سمع و نظر شما میرسونند. در ادامه همراه هستیم خانم زهره حق با علی با بررسی اساسنامه سازمان مراکز جهانگردی برای ورزش‌های زمستانی و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. سخنران اول ما در بحث تایم سخنرانی هامون آقای محمد حسن حسنزاده مهرآبادی هستند با موضوع خفقان در ورزش ایران. خانم زهرا رهایی سخنران بعدی ما هستند با موضوع از فروزان ابدی تا نوید افکاری ورزشکارانی که اعدام شدند، و در نهایت سپهر رضایی عزیز شایان ورزش اقتصاد و سیاست موضوع سخنرانیشون هست. در انتها ما جلسه پرسش و پاسخ داریم و بحث آزاد در مورد حق اعتراض. در پایان هر قسمت عزیزان اگر مبحثی، سوالی و نظری دارن میتونن با علامت دست نشان اعلام آمادگی بفرمایند تا در خدمتشون باشیم. و در ابتدا از خانم نجاتیان عزیز خواهش میکنم، ما در اختیار شماست و از شما میخوایم که گزارش تحلیل رو برای ما آغاز بفرمایید. خانم نجاتیان و خدمت شما هستیم. سرکار خانم نجاتیان، میکروفون برای شما بازه. بفرمایید خانم نجاتیان. عذرخواهم، من میکروفونم باز نمیشد، الان باز شد، خدا رو شکر، ببخشید. خواهش میکنم، ادامه بدید، بفرمایید، در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. بله، با درود و عرض ادب، گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق ورزش و ورزشکاران در شهریور ماه 1401 را با خبر سودای فوتبال، فساد و رویاهای رنگ باخته آغاز می‌کنم. فساد در فوتبال از سطح بالا شروع می‌شود، از همان به اصطلاح آکادمی‌های فوتبال. خانواده نوجوان با استعداد را می‌چاپند تا او را به لیگ دسته سوم برسانند. فوتبالیست ها از جمله پردرآمدترین و محبوبترین قشر در جامعه هستند. همین باعث شده بسیاری از نوجوانان طبقه پایین جامعه به این امید دست یافتن به موفقیت تلاش کنند. ورودی چنین مسیری ثبت نام در آکادمی فوتبال است. از همان ورود که استعدادیابی می شود، هزینه های زیادی بر دوش نوجوانان و خانواده هایشان می باشد که چنین هزینه ای برای فرزندان طبقه پایین جامعه سنگین است. از این هنگام نقش دلالان و صاحب نفوذها برجسته تر می شود و درصد بالایی از مبلغ قراردادهای بازیکن جوان به جیب دلالان و مدیرهایی می رود که وعده می دهند بازیکن را به یک تیم دست اولی معرفی می کند. تجربه نشان داده است که دخالت‌ها و الگوهای غیر ورزشی به ویژه در فوتبال ایران به شدت رایج است. چنین مسیر سخت و دشوار فقط در جذب فوتبالیست لیگ ایران است. در صورتی که در بیشتر لیگ‌های معتبر دنیا در مرحله اول آکادمی‌های فوتبال تنها هزینه تمرین را از نوجوان فوتبالیست دریافت می‌کنند و از آنجا به بعد هم هیچ تیم فوتبالی نمی‌تواند و نباید بابت جذب یک نوجوان فوتبالیست از او پولی دریافت کنند.
چهره‌های نظامی و سیاسی ریاست فدراسیون و تیم‌های مختلف ورزشی را بر عهده دارند که هیچ سابقه ورزشی و مدیریتی با ورزش و یا تخصصی در آن ندارند و صرفاً به واسطه پول و نفوذ و قدرتشان در فوتبال صاحب منصب شدند. صنعت فوتبال به شدت تبعیض آمیز و فاسد و نامید کننده است. در پس هیجان و هیاهو و ثروت این رشته ورزشی، فساد سازمان یافته و ساختاری آلوده به تبعیض لانه کرده که در ظاهرش دیده نمی شود. این به طور ویژه مانعی است در برابر کودکان و نوجوانانی که بر مبنای طبقه و جایگاه اجتماعیشان توانایی مالی و نفوذ لازم برای بالا کشیدن خود را در این ساختار آلوده به تبعیض و فساد را ندارند و از تحقق رویاها و آرزوهایشان باز می‌مانند. این خبر مغایرت دارد با ماده 2 عدم تبعیض، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون. مهدی تاج انتصاب شد نه انتخاب. مدیریت فوتبال تغییری نخواهد کرد. عضو سابق هیئت رئیسه فوتبال میگوید مهدی تاج در حال رئیس این فدراسیون شد که از یک سیستم انتخابی عبور کرده و به انتصاب رسیده است. غفاری خاطرنشان کرد ما اینجا آزمون خطا میکنیم. ما آقای تاج، نبی و ساکت را قبل از قبول هر سمتی ملزم به تجربه یک دوره آموزشی نمی‌دانیم که در هنگام حضور در سیستم عملکرد قابل قبولی داشته باشد. درآمد 1.5 میلیاردی مدیر حراست، فساد فولاد مبارکه در ورزش. رسانه‌های رسمی در ایران خبر از کشف بیش از 90 عنوان تخلف شامل پولشویی و رانت به ارزش بیش از 91 هزار میلیارد در این شرکت شدند. در این گزارش آمده که از سال 1398 تا کنون کارخانه فولاد مبارکه سپاهان از باشگاه فرهنگی و ورزشی سپاهان به عنوان فرصتی برای پولشویی استفاده کرده است. در این گزارش به حقوق ماهیانه 92 میلیون تومانی محمد رضا ساکت که به عنوان مدیر عاملی یکی از مهمترین و ریشه‌دارترین و پرطرفدارترین و اصیلترین باشگاه ورزشی تاریخ ایران است پرداخته. محمد رضا ساکت باشگاه را بنگاهی برای پولشویی در فوتبال و اقتصاد ایران ساخت. محمد رضا ساکت تا قبل از این در دهه 60 راننده شخصی اکبر ترکان ریاست هیئت فوتبال اصفهان و خانوادهش بود که جانشین اکبر ترکان شد. مغایرت دارد با ماده 29 حق مسئولیت نسبت به جامعه. تعلیق یک مجری صدا و سیما به دلیل حمایت از علی کریمی. منابع ایران وایر در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفتند مجتبی پوربخش به دلیل حمایت‌های مکررش در روزهای اخیر از پست‌های اینستاگرامی علی کریمی ستاره سابق فوتبال ایران تعلیق شده است. مجتبی پوربخش در برنامه فوتبال یک به مواردی همچون تبانی بازیکنان و فساد مالی می‌پرداخت. از مهمترین برنامه‌های او می‌توان به فساد اخلاقی و تعرض به بازیکنان نوجوان و جوان در سطح اول فوتبال ایران اشاره کرد که مغایرت دارد با ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 19 حق آزادی بیان. دستورالعمل‌های گشت ارشادی در فدراسیون اسکیت برای پوشش زنان در مسابقات. فدراسیون اسکیت ایران با انتشار یک بخشنامه شرایط البسه ورزشی زنان در رویدادهای اسکیت را تعیین کرد. شرایطی که با خواندن آن به یاد گشت ارشاد خواهیم افتاد. گشادی دامن به صورت فون و 15 سانت بالای زانو، عدم استفاده از لگ و استفاده از شلوار، عدم استفاده از روسری و پوشیدن مقنعه و کلاه. مغایرت دارد با ماده 4 بردهداری ممنوع و ماده 8 رعایت حقوق انسانی. یزدانی ناگهان مصدوم شد. اسرائیل زیر یک خم ایران را گرفت. موضوع مصدومیت امیر محمد یزدانی کشتیگیر وزن 70 کیلوگرم تیم ملی آزاد ایران در حالی دقایقی پس از اعلام قرعه کشی مبارزه او با حریف اسرائیلی مطرح شد که پژمان دوزگار سرمربی تیم کشتی آزادی ایران یک روز قبل از آمادگی جسمی و روحی و سلامتی تمام کشتیگیرانش خبر داده بود. به نظر می رسد در ورزش ایران بخشی از سلامت کامل کشتیگیران به قرعه مسابقات نیز مرتبط می شود. کشتیگیران مصدوم می شود اگر به قیمت از دست دادن زندگی حرفه‌ایشان باشد یا حتی با خطر تعلیق کشتی و ورزش ایران تمام شود.
قریب به یک دهه است که ورزشکاران ایرانی باید بپذیرند که با تمارز به مصدومیت مقابل حریفان اسرائیلی قرار نگیرند. مغایرت دارد با ماده 4 بردهداری ممنوع، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون. توسلی بیمهری مسئولان فدراسیون بزرگترین آسیب را به فوتسال زنان زد. تهران ایرنا دروازه‌بان تیم ملی فوتسال زنان گفت بیمهری مسئولان فدراسیون فوتسال سبب شد تا نیروهای متخصص را یکی پس از دیگری از دست دهیم و این موضوع بزرگترین آسیب را به فوتسال زنان زد. دروازه‌بان تیم ملی فوتسال زنان عنوان کرد غیر از بعد فنی بازیکنان، نبود تیم‌های پایه سبب شده تا پشتوانه‌ای برای تیم ملی فوتسال زنان نداشته باشیم و با همان ترکیب اصلی و قدیمی در تیم ملی حضور داشته باشیم. توسلی یادآور شد ما قهرمان آسیا هستیم و کشورهای تایلند، عربستان و کویت در حال سرمایه‌گذاری هستند و فوتسال در آسیا در حال رشد است. دروازه‌بان تیم ملی فوتسال زنان خاطر نشان کرد نیروهای متخصص را یکی از پس از دیگری از دست می‌دهیم و این موضوع بزرگترین آسیب برای فوتسال زنان است. باید این مربیان در کشور باشند تا استعدادها را کشف و به تیم ملی تزریق شوند. مغایرت دارد با ماده 2 عدم تبعیض، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا. بغض داور زنان ایران. خیلی دیر به فکر افتادید. الان که تمام شانس‌های ما سوخت به فکر افتادید و مصاحبه می‌کنید، نوشدارو بعد از مرگ سهراب فایده‌ای ندارد. به گزارش ورزش 3، یک روز پس از انتشار خبر در خصوص نامه فیفا به فدراسیون فوتبال برای قضاوت داوران زن در مسابقات مردان، با مهسا قربانی در داور بین‌المللی فوتبال ایران تماس گرفته شد. به گفته قربانی این موضوع از سال 2020 به فدراسیون فوتبال اعلام شده و در صورتی که همان زمان به این مسئله توجه می شد، او همکنون یکی از شانس‌های اصلی قضاوت در جام جهانی زنان 2023 بود. قربانی ادامه داد شاید روی کاغذ تا جام جهانی 9 ماه زمان داشته باشیم و فدراسیون ما اگر بخواهد می تواند اقدامات ضرب‌العجلی انجام بدهد و فیفا را متقاعد کند تا من را با توجه به توانایی‌ها و همچنین تسلطی که دارم به مسابقات اعزام کنند. البته همه این مسائل نیازمند است که فدراسیون بخواهد این اتفاق رخ بدهد و داوران زن هم در جام جهانی حضور داشته باشند. در غیر این صورت مشخص است که فدراسیون نخواهد اقدامی انجام بدهد. مغایرت دارد با ماده 2 عدم تبعیض، ماده 8 حق رعایت حقوق انسانی توسط قانون. ایران وایر خزعلی عکاسی از زنان در ورزشگاه را ممنوع کرد. به عکاسان گفته شده بنا به دستور معاونت زنان دفتر ریاست جمهوری عکاسی از زنان تماشاگر از این پس در ورزشگاه آزادی ممنوع خواهد بود و همچنین انسیه خزعلی گفته است از این پس زنان باید در طبقه دوم ورزشگاه حضور داشته باشند. در حالی این دستور صادر شد که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران مدعی شده بود هر گونه دخالت سیاست در ورزش ایران با محرومیت و تعلیق فیفا مواجه خواهد شد. این خبر مغایرت دارد با ماده 2 عدم تبعیض، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا. مدیر کل ورزش خراسان هر گونه اختلاط زن و مرد و برگزاری مسابقات ورزشی ممنوع است. هاشمی جواری مدیر کل ورزش خراسان رضوی گفته طبق قانون هر گونه اختلاط زن و مرد در برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی که منجر به عدم رعایت شونات اسلامی شود ممنوع می باشد. او تصریح کرد با تمام توان با کمک و یاری دستگاه‌های نظارتی به دنبال ایجاد فضایی امن و سالم در ورزش هستیم. مغایرت دارد با ماده 1 آزادی و برابری، همه انسان‌ها آزاد و برابر به دنیا آمدن، و ماده 2 عدم تبعیض. جمع‌آوری شبانه مسیرهای دوچرخه سواری توسط شهرداری اصفهان روزنامه هم‌میهن در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشته است شهرداری اصفهان که از دوره‌های قبل طبق مصوبه شورای هماهنگی ترافیک استان موظف شده بود 777 کیلومتر مسیر دوچرخه سواری ایجاد کند، حالا با فشار بعضی اعضای شهرداری شهر و فشارهای بیرونی از ماجرا پا پس کشیده و کار به جمع‌آوری شبانه مسیرهای دوچرخه سواری رسیده است. این روزنامه همچنین نوشته است که این فشارها بیشتر به دلایل سیاسی و از همه مهمتر به دلیل مخالفت با دوچرخه سواری زنان در اصفهان که در سالهای گذشته رو به گسترش بوده است وجود دارد. مغایرت دارد با ماده 1 همه آزاد و برابر به دنیا آمدند، ماده 2 عدم تبعیض. سرشکستگی ملی در فوتبال ما را ببخش تاریخ.
رسول بهروش در ورزش مدیا نوشت نه اینکه آن دو نامزد شکست خورده تحفه خاصی بوده باشند، این جماعت یکی از یکی بدتر بودند و گزینش بین آنها حقیقتا جانگاه و دردناک به نظر می‌رسد. با این حال هر طور که حساب کنین انتخاب مهدی تاج با قاطعیت آرا برای زعامت فدراسیون فوتبال یک سرشکستگی ملی بود، مردی که در دوران مدیریتش آن همه فاجعه به بار آورد، بزرگترین بدهی تاریخ فوتبال ایران را رقم زد و با شارموتی بازی همان قلب درد کنار رفت و دوباره به صحنه برگشت و کرسی ریاست را فتح کرد بیان که از میلیون‌ها آدم ناراضی کاری بر بیاید. بعد از شمارش آرا مهدی تاج ایستاد و فاتحانه برای کف زنندگان دست تکان داد، آن هم در حالی که فقط چند روز پیش نام و نشانش در یکی از بزرگترین اختلاس‌های تاریخ ایران به چشم خورده بود. در تاریخ بنویسید ما ملتی بودیم که زورمان به هیچ کس و هیچ کس نرسید و هیچ چیز نرسید، از سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر تا همین فوتبال زپرتی که فساد و لابی و باندبازی تا مغز و استخوانش رو سوخت کرده. بنویسید ما فقط ملت تماشا بودیم، ملت نفرین و نفرت، با ما هر آنچه خواستن کردن. این خبر مغایرت دارد با اصل 29 اعلام جهانی حقوق بشر، حق مسئولیت نسبت به جامعه. سپاسگزارم. ممنون از شما سرکار خانم بابت اخبار نغز بسیار عالی. سلامت باشید. عزیزان اگر کسی نقطه نظری داره در خدمتشون هستیم، میشنویم. اگر نه که بریم سراغ سخنران بعدیمون. عزیز بعدی خانم زهره حق با علی با بررسی اساسنامه سازمان مراکز جهانگردی برای ورزش‌های زمستانی و مقایسه آن با قانون اساسی. خانم مهران انصاری، سلام و عرض ادب. بفرمایید، میکروفون برای شما بازه. سلام و عرض ادب خدمت شما و دوستان گرامی، خوشحالم که در جمع شما هستم و این فرصت رو به من دادید. جسارت میکنم خدمتون. گزارش بعدی رو بشنویم یا اینکه میتونیم الان در مورد این مسائل شما در مورد گزارش نقص که عزیزمون سکه خانم صحبت کردن اگه مطلبی دارید من در خدمتون هستم، میشنویم شما رو. مطلب یا نظر؟ نظر بفرمایید. خواهش میکنم. من سلام مجدد عرض میکنم خدمتون. من به هر حال خودم یه زمانی مربی مدارس فوتبال پایه بودم توی شیراز و این جلسه هم امروز که دیدم تشکیل شده در خصوص ورزش و دفاع از حقوق ورزشکاران خیلی خوشحال شدم. خواستم بگم که فقط یک مسئله کوچک رو بگم، همین خانم انسیه خزعلی که الان معاون زنان رئیس جمهور هست، حالا اینم اضافه کنم کسی که الان داره دم از حالا به قول خودشون افاف بانوان و تطابق پوشش بانوان با به قول معروف گره میزنه با مسائل ورزشی، خب میدونید که فرزندان خودشون و خواهرزادهای خودشون رو به کشور آمریکا فرستادن. این یک مورد که حالا باز خود کسی که میاد سنگ اسلام و حالا به قول خودشون دیگه حالا اسلام با اون قوانین خاص دینی و مذهبی خودشون. یکی هم که در خصوص آقای مهدی تاج، یک مسئله دیگه هم که بود در خصوص پرونده ویلموتس بود. ایشون توی پرونده ویلموتس در حقیقت به مجلس هم احضار شد و اونجا بود که یه سری از نمایندگان اومدن و شکایت مطرح کردن که حتی تو این قرارداد اختلاس صورت گرفته که با به قول معروف تمارز به بیماری سکته قلبی اومد و اون موقع خودشو از بدنه جدا کرد و بعد که آبها با آسیاب افتاد مجدداً برگشت و در بدنه فوتبال قرار گرفت. حالا اگه اجازه بفرمایید من ممنون میشم از شما که گزارش بعدی رو بشنویم، بعد خب یه سری نظرات دیگه هم در همین مورد و مورد بعد دارم من خدمتتون میرسم. خیلی ممنون هستم ازتون. متشکرم. ممنون از شما. بله دقیقاً آقای تاج مدتی حدودا فکر میکنم یک سال خورده ای از مدت 4 سالش مونده بود که به خاطر این بحث ویلموتس استفاده داد و طبق بحث اساسنامه احسان اجازه نداشت تو این دوره شرکت کنه، ولی یه تبصره گذاشتن گفتن چون دوره قبل انصراف داده و مدتش تموم نشده ایشون میتونه، یه لابی درست کردن براش و اجازه دادن که این آقا بیاد و توی
رأی گیری شرکت کنه و با اتفاق آرا و لابی که قبلش شده بود خب بر همه واضحه و ایشون دوباره شد رئیس فدراسیون و علی رغم پرونده باز ویلموس و اینکه خیلی از عزیزان گفتن ما پیگیریم و اجازه نمیدیم همچین اتفاقی بیفته ولی افتاد و این نشون از قدرت سپاه کثیف پاسداران در تمام زمینه‌های اداره امور کشور نشون میده. بله خانم زهره با حق و علی در خدمت شما هستیم، بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت دوستان، عذرخواهی میکنم به خاطر گرفتگی صدا، ولی دوست داشتم که حتما طبق قولی که داده بودم امروز در خدمتون باشم با بررسی اساسنامه سازمان مراکز جهانگردی برای ورزش‌های زمستانی و مقایسه اون با قانون اساسی، که البته فکر میکنم که اولین بار هست که ما داریم یک اساسنامه رو بررسی میکنیم، هرچند که خالی از لطف نیست و ضرورت ایجاب میکنه که ما بررسی بکنیم واقعا فدراسیون‌های ورزشی رو در کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران. ابتدا من یه مقدمه از این فدراسیون و ورزش‌های زمستانی خدمتتون ارائه میدم. بعد گفت که در راستای توسعه ورزش‌های زمستانی در ایران و با موافقت وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون اسکی با نام فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی فعالیت خودش رو دنبال می‌کنه. اما متأسفانه با اینکه المپیک زمستانی در 15 رشته برگزار میشه، ایران فقط در 2 رشته فعالیت می‌کنه و شرکت می‌کنه و در 13 رشته دیگه اصلاً ورزشکاری نداریم. چرا که با وجود پیست‌های مختلف در نقاط مختلف کشور، در ورزش‌های زمستانی هم مانند سایر ورزش‌ها زیر ساخت‌های مناسب یکی از فاکتورهای اصلی موفقیت در میادین جهانی و المپیک و آسیایی است و در این بخش ایران فاصله زیادی با کشورهای دیگه داریم. نداشتن زیر ساخت به عنوان عامل اصلی و اولیه در توسعه ورزش‌های زمستانی به هیچ عنوان قابل کتمان نیست. اگر می‌خواهیم در المپیک 2026 میلانو یا المپیک 2030 شرایط بهتری داشته باشیم، نیاز به یک زیرساخت اختصاصی شامل کمپ، پیست و تجهیزات اختصاصی هست که بشه از این ظرفیت در طول سال برای بهره‌مندی استعدادهای این رشته‌ها استفاده کرد. همچنین باید از دانش مربیان طراز اول برای بالا بردن دانش فنی مربیان و افزایش توانایی فنی ورزشکاران مستعد در جهت توسعه ورزش های زمستانی استفاده کرد. مهمترین نکته نیاز فدراسیون اسکی به انعکاس تصویر جدیدی از این رشته ورزشی به جامعه عام و خاص به ویژه مدیران، سیاستگزاران و تصمیم گیرندگان است. حتی در بدنه مدیران ورزشی در استانها، ستاد وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک آن تصویر جامع و کامل از پتانسیل و ظرفیت ورزش‌های زمستانی وجود ندارد. ورزش‌های زمستانی فقط شامل اسکی نیست. فقط این نیست که به کوه‌های تهران و سایر شهرها نگاه کنیم و 8 یا 9 ماه از سال رو در انتظار بمونیم تا برف بیاد و بعد کارمون را آغاز بکنیم. 10 رشته از مسابقات زمستانی در سالن‌های یخی برگزار می‌شوند. موفقیت در رشته‌های یخی نشدنی نیست و با مشارکت بخش خصوصی امکان پذیر است و ما می‌توانیم در 31 استان کشور آن را گسترش دهیم. در 15 رشته ورزش‌های زمستانی 110 مسابقه بین‌المللی برگزار می‌شود و ما می‌توانیم در کشور خودمان یکی از میزبان‌ها باشیم. با وجود چنین شرایطی نیازمند این هستیم که تغییر تصویر از ورزش‌های زمستانی رو به جامعه مخابره کنیم. اگر این تصویر رو نوسازی کنیم، توفیقات بیشتری رو در دوره‌های بعدی المپیک زمستانی و سایر مسابقات بین‌المللی میتونیم به دست بیاریم. با توجه به سابقه بیش از 70 ساله حضور ایران در رقابت‌های المپیک زمستانی، مهم است که در رویدادهای بین‌المللی به ویژه بازی‌های المپیک که از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار هستند هم حضور پیدا کنیم. در این زمینه اما مشکلاتی وجود دارد. بیش از 95% تجهیزات مورد نیاز در رشته‌های زمستانی در ایران تولید نمی‌شوند و وارداتی هستند و نوسان اقتصادی و ارزش پول ایران در مقایسه با ارزهای بین المللی خیلی به فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی فشار مالی وارد کرده.
با این حال تلاش فدراسیون بر این است که ورزشکاران نخبه و ستاره در تراز بین‌المللی قرار بگیرن و به مسابقات برون مرزی اعزام بشن و با تمام سختی‌ها از این دوره‌ها عبور کنن و با پشت سر گذاشتن چالش‌ها تیم رو به مسابقات اعزام کنن. تلاش‌ها باید در این راستا باشه که هم در رشته‌های یخی که در سالن برگزار میشن و هم در رشته‌های برفی به سمت توسعه بیشتر بریم و در دوره‌های بعدی المپیک زمستانی با ورزشکاران بیشتری حضور پیدا کنیم. فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی به علت نوع مدیریت موروثی که در دست خانواده ساوه شمشکی هست و تأمین امکانات برای همین خاندان خاص تا کنون در المپیک‌ها متأسفانه نقش زنگ تفریح و توریست رو داشته و معدود ستاره‌های این رشته زمستانی هم همیشه از دخالت‌های نابجا و سیاست‌های اشتباه مدیران گله‌مند بودند. ضمن اینکه با هزینه شخصی خودشون امکانات و وسایل ورزشی رو تهیه می‌کردن. این بدین معنی است که دسترسی عموم مردم به این گونه ورزش‌ها که به نوعی لاکچری به حساب میان امکان پذیر نیست و با توجه به نیاز این ورزش‌ها به امکانات پیست و سالن یخی که در همه شهرها در دسترس نمی‌باشد، طیف وسیع از استعدادهای ورزشی که شاید بتوانند در این رشته قهرمان هم باشند از دسترسی به این ورزش‌های مفرح زمستانی متأسفانه محروم هستند. با توجه به اینکه قدمت ساخت بسیاری از این پیست ها به قبل از انقلاب ایران برمی‌گردد، می توان گفت جمهوری اسلامی ایران کلاً این ورزش ها رو مورد بی‌توجهی قرار داده و گویی هیچ برنامه‌ای در جهت توسعه و رشد این ورزش ها نداشته، هرچند که در ایران امکانات طبیعی و مناطق مناسب برای توسعه این ورزش ها وجود داره، اما صرف نکردن بودجه در این زمینه این فدراسیون رو متاسفانه راکد نگه داشته. این در حالی است که در امارات و کشورهای عربی که وضعیت جوی به هیچ عنوان اجازه امکان ورزش زمستانی رو فراهم نمی کنه، صرف بودجه و برنامه ریزی درست به فراهم آوردن امکانات این ورزش ها اون هم در حد عالی برای شهروندان منجر شده که خودش می تونه عامل توریست پذیری و منبع درآمد برای این کشورها باشه. متاسفانه بی‌توجهی مسئولان ورزشی و سرقت بودجه و پولشویی در ارگان‌های مختلف و نظام اداری بیمار و رابطه زده که منجر به بکارگیری پرسنل غیرحرفه‌ای در مشاغل مختلف میشه و یا چنان که گفته شد به مدیریت موروثی در یک فدراسیون منتهی میشه، همه و همه موجبات عقب‌گرد این ورزش‌های زمستانی رو فراهم کردن. هرچند که همونطور که گفتیم ایران سابقه 70 ساله شرکت در مسابقات جهانی ورزش‌های زمستانی رو داره، اما موفقیت‌ها در این رشته در این سال‌ها چشمگیر نبوده. در حالی که در اساسنامه سازمان مراکز جهانگردی برای ورزش‌های زمستانی به این صورت شرح وظایف و اختیارات این سازمان ارائه شده: احداث مهمانخانه، هتل، رستوران و انواع ساختمان‌های مسکونی و امثال اون و بهره برداری از اونها که خب میتونه خیلی سودآور باشه برای مناطقی که اونجا اینها احداث میشن و میتونه کارآفرینی داشته باشه. احداث تأسیسات و تجهیزات مراکز ورزشی و بهره برداری از اونها. ایجاد یا توسعه و تجهیز مراکز ورزش‌های زمستانی در کنار تأسیسات پذیرایی مذکور که گفتیم در بند یک. خرید و فروش و اجاره و انجام معاملات نسبت به اموال غیر منقول برای پیشرفت و بهبود برنامه‌های سازمان. تحصیل اعتبار و وام از منابع داخلی و خارجی با رعایت قانون برنامه و بودجه، که من لازم هست اینجا بگم این اساسنامه قبل از انقلاب نوشته شده و خب اون موقع روابط خارجی ایران هم خوب بوده، نه مثل الان که ما همه بودجه‌مون رو میدیم به لبنان، خودمون به بقیه وام میدیم ولی در کشور خودمون دچار این هم بحران‌های مالی هستیم. سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی در زمینه‌های مربوط به هدف‌های سازمان با رعایت مقررات مربوط. سایر بندهای این اساسنامه به نحوه انتخاب اعضا، نحوه تشکیل جلسات، نحوه تخصیص بودجه و سرمایه گذاری و همچنین نحوه پرداخت مالیات می‌پردازند. اما اونچه که مسلمه در مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در اصل چهارم
هم به اون تأکید شده، اساس قانونگذاری باید بر مبانی اسلامی باشه که بسیاری از ورزش های زمستانی به دلیل لباس های مخصوص چسبونی که باید استفاده بشه مسلماً مثل دوچرخ سواری برای خانم ها ممنوع خواهند بود و همونطور که خانم نجاتیان هم در اخبار گفتن، دیدین که برای لباس اسکیت هم قوانین خیلی دوگ می گذاشتن برای خانم ها. همطور در اخبار هم گفتن که عکاسی حتی از زنان ممنوع شده و من میخوام اینجا اشاره بکنم که پخش مسابقات زمستانی بانوان حتی از سایر کشورها هم در تلویزیون ایران ممنوع هست که این خودش درصد زیادی از علاقمندان رو از این ورزش در واقع دور میکنه. همچنین در مقدمه قانون اساسی اومده که اقتصاد وسیله است نه هدف، که با این دیدگاه در واقع برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی که شامل ورزش هم میشن و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی انسان بر عهده حکومت اسلامی هست که متأسفانه خب اجرایی نمیشه. در اصل سوم قانون اساسی بند 3، دولت موظف هست به آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمامی سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. همچنین دولت در اصل 3 به این موارد متعهد میشه. بند 7 از اصل 3 میگه محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی، که همونطور که عرض کردم فدراسیون ورزش های زمستانی در انحصار یک خانواده هست که با اعتراضات زیادی مواجه شدن و بعد ایشون کنارگیری کردن و باز از اقوام خودشون رو به کار گماشتن. بند 8 اصل 3 میگه تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، که خب این هم میتونه یک آزادی اجتماعی باشه که افراد بتونن آزادانه ورزشی که دوست دارن انتخاب بکنن، ولی خب امکانات اولا باید در اختیارشون گذاشته بشه و بعدم که زن و مرد باید در این انتخاب مساوی حق داشته باشن، که متاسفانه ما میبینیم که الان چقدر زنها دارن در خیابونهای ایران جان میدن برای این که به حق خودشون برسن. نادیده نگیریم مشکلات مردم ایران رو. ما اگه داریم الان در مورد ورزش صحبت میکنیم به این دلیله که ما یک کمیته تخصصی هستیم که کارمون بررسی موارد ورزشی در ایران و قوانین ایران هست، ولی واقعا همدرد هستیم با مردم ایران و ما هم در اینجا داریم می‌جنگیم برای رسیدن به آزادی و حقوق اولیه که خیلی از کشورها سالهای قبل بهش رسیدن و در قانون اساسیشون گنجوندن، ولی متاسفانه مردان و زنان و بیشتر زنان ایران باید برای این حق هنوز بجنگن و بهای خونشون رو حتی بپردازن. خب در بند 9 اصل 3 قانون اساسی گفته شده مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خودشون، که خب باید مشارکت داشته باشن، نظر بدن، طبق نظر مردم یه سری موارد انجام بشه که ما می‌بینیم متاسفانه مردم همیشه سرکوب میشن. در زمینه ورزش هم عرض کردم که این باید یک آزادی انتخاب باشه که متاسفانه از مردم گرفته شده. بند 10 اصل 3 میگه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، که خب شامل ورزش و تفریحات و اوقات فراغت هم میشه. بند 11 اصل 3 میگه ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری، که همونطور که عرض کردم پولشویی، روابط، همه اینها در تمام ارگان‌های کشور رخنه کرده، همچنین در مسائل ورزشی ما. اما همونطور که گفتیم نه تنها در مورد فدراسیون ورزش های زمستانی بلکه در تمام ارکان جامعه در واقع این قانون های نوشته شده در قانون اساسی ما نقض میشه و نادیده گرفته میشه. در اصل 19 هم گفته شده مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشن از حقوق مساوی برخوردارن و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. همچنین در اصل 20 آمده که همه افراد ملت اما از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارن، که خب بخش فرهنگیش همین میشه که بتونن در ورزشگاه‌ها حضور داشته باشن خانم‌ها، بتونن ورزش هایی که علاقمند هستن انجام بدن و از هیچ کدوم از اینها به عنوان یه حق اجتماعی به زور منع نشن.
اما بانوان از ورزش های زمستانی متاسفانه بی بهره هستند، نه در واقع امکانات عادلانه وجود داره در مناطق مختلف، با اینکه در خیلی از مناطق ایران زیست بوم ها اون پتانسیل طبیعی رو دارن و امکان این که ورزش های زمستانی اونجا انجام بشه وجود داره، اما خب دولت کمکاری میکنه و بی توجهی میکنه، در حالی که این ورزش ها و در واقع زیر ساخت هایی که براشون فراهم میشه میتونه سودآور باشه، زمینه کارآفرینی رو فراهم بکنه، اما متاسفانه این بودجه ها تخصیص داده نمیشه. لازم به ذکر است که در تمامی ورزش ها ورزشکاران باید بیمه باشن که در مواقع لزوم تحت پوشش بیمه قرار بگیرن، اما تجربه ما از ورزش ها به خصوص ورزشکاران حرفه ایمون نشون میده که اونها بعد از مصدومیت و از کار افتادگی متاسفانه رها میشن و از بیمه هم برخوردار نیستن، در حالی که در اصل 29 قانون اساسی اومده که برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانه، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی، که متاسفانه برای عموم مردم که خب خیلی ازش بی بهره هستن، برای ورزشکاران که اختصاصاً یک الزام براشون هست هم متاسفانه از این حق بی بهره هستن. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های مالی فوق رو برای یکی یکی افراد جامعه تأمین بکنه. در بند 2 اصل 43 قانون اساسی که آخرین موردی هست که من بررسی میکنم، اینطور آمده که تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کار هستند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگری که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. در صورتی که ما میبینیم که دولت در واقع مالکیت همه بخش های کشور رو به عهده داره و از بخش خصوصی کمتر بهره میگیره و خب همونطور که دوستانمون هم گفتن سپاه هم که این وسط در واقع به چپاول اون اموال میپردازه. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت بگیرد. این یعنی به کارگیری بخش خصوصی برای ارتقای ورزش‌های زمستانی که متأسفانه در سیستم ادارات ایران نمی‌گنجد و نیز به معنی اشتغال زایی از طریق تأسیس پیست و امکانات تفریحی و شغل‌های وابسته به اون هست. به خصوص در نواحی بومی و سردسیر کشور که مردم در اونجا بتونن از این راه کسب درآمد بکنن و به دلیل سرمایه این مناطق همه برای کارهای متفرقه به تهران و شهرهای دیگه مهاجرت نکنن و این به این معنی که کمک میکنه در واقع به تمرکز زدایی از شهرها و کلان شهرها که متاسفانه در ایران عملی نشده، یا به دلایل سیاسی در واقع دولت تمایلی به آبادانی کشور و تأمین رفاه و امکانات اولیه زندگی برای شهروندان نداره و با اینکه در قانون اساس اومده که دولت خودش رو باید در واقع متعهد و مقید به انجام این امور بدونه، اما ضمانت اجرایی این قوانین ندارن. در اصل 48 همچنین اومده که در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور نباید هیچ تبعیضی در کار باشه، به طوری که هر منطقه‌ای فراخور نیازها و استعدادهای رشد خودش سرمایه و امکانات لازم رو در دسترس داشته باشه. یعنی اگر منطقه برفخیز هست بشه درش ورزش‌های زمستانی رو انجام داد، یا اگر نفت و گاز داره بشه ازش بهره‌وری داشت، و یا اگر محصولات کشاورزی و یا جاذبه های توریستی داره، اینها باید در واقع به اقتصاد مردم و مناطق و ارتقای معیشتشون کمک بکنه که متاسفانه اینها همه در حد نوشته باقی مونده و یک ایران رویایی رو در واقع متصور میکنه
ولی امیدواریم که با تلاش های در واقع فعالان حقوق بشر و حق خواهی خود مردم در ایران روزی برسه که به همه این آرمان ها و ایده ها در حد مطلوبش دست پیدا کنه. متشکرم، بازم عذرخواهی میکنم از اینکه صدام گرفتم. بله، ممنون از شما سرکار خانم حق با علی بابت گزارش عالیتون و سخنرانی عالیتون، بسیار عالی. عزیزان، اگه در مورد این مبحث و بحث بررسی کنوانسیون صحبتی اظهار نظری دارند، خواهش میکنم که اعلام آمادگی بفرمایید. من از حضورش در جناب شفایی عزیزم خیر مقدم میگم و خوش آمدگی میگم بابت حضورشون در جلسه. اگر که عزیزانی موردی ندارن، میپردازیم به ادامه جلسه و جناب آقای حسنزاده با موضوع خفقان در ورزش. آقای حسنزاده، در خدمت شما هستیم، میشنویم شما. درود بر دوستان گرامی، امیدوارم حال همگی خوب باشه. با اینکه میدونم من این چند روز اخیر با هر دوستی صحبت کردم، چه خانم چه آقا، خیلی حالشون خراب بود از اخباری که از ایران میشنوند. جست و گریخته اینترنت باز میشه، خیلی از عزیزان نمیتونن دسترسی داشته باشن متاسفانه به خانواده هاشون برای همون احوال پرسی روزانه. خب من سخنرانیمو آغاز میکنم به این شکل، میخوام ابتدای امر یا مقدمه برای شما بگم در مورد عبارت خفقان یا همون اختناق که توی اصول ادبیات فارسی یک عبارت مجازه و به این شکل معنی میشه: نبودن آزادی و یا ایجاد رعب و وحشت برای جلوگیری از آزادی، حالا هر دونه آزادی. خب خفقان و اختناق مهمترین وسیله برای خودکامگی و اشاعه استبداد شخصیه. به طور مثال در یک خانواده یکی از والدین با ایجاد یک تشنج و جو ناآرام، یه پرخاشگری و حتی اعمال خشونت میکنه، سعی بر کنترل تک تک اعضای خانواده داره و هیچ نظری از اطراف از طرف این اعضا پرسیده نمیشه و یا اجرایی نمیشه اگرم شنیده شد. خب نتیجهش چی میشه؟ میشنویم که خیلی از والدین جدا میشن از همدیگه و همچنین بچه هاشون، پسرهاشون، دختراشون هر اقدامی میکنن که از اون جو خارج بشن. اگه شما اصطلاح دختر فراری یا پسر فراری شنیدید، کم تأثیر نبوده این شرایط حالا خودکامگی در این خانواده یا خشونت. خب تو جامعه های بزرگتر هم که از خانواده بزرگتر هم، مثل انجمن ها و نهادها و سازمان ها، هم همینه، دقیقا همین، به همین شکل سامانه ها و جو استبدادی حاکم بر اون یه شکلی از شخص مستبد رو نشون میده یا یه دایره از اشخاصی که تحت فرمان اون شخص هستن، یا به قول قدیم ترها میگفتن غلامان حلقه به گوش اون شخص. به راحتی با شنیدن نظر و عقیده متفاوتی توی این نهادها و سازمانها یا به شدت و همه جانبه به اون شخص حمله بر میشن یا در صدد حذف اون برمیان. اگه بهتر بخوایم بگیم، اگه ما بخوایم یه نوع جامعه که در اون زندگی میکنیم یا کار میکنیم رو بررسی کنیم، بعد به نشونهاش فکر کنیم، بعد به نشونهاش رسیدگی کنیم، ببینیم این نتایج خروجی اون جامعه کوچیک یا بزرگ چه جوری هست و به چه شکل خروجی داره. نشونه وجود خفقان هم خب همون حذف صورت مسئله است و یا حذف عقیده متفاوت به هر شکلی، فرق نمیکنه. یه شرکت، یک نهاد یا یک سازمان اقدام به اخراج یا حذف کارمندان و کارگرانی میکنه که حتی با سابقه کار و خدمات مفید بودن. حالا سوالی که ممکنه پیش بیاد اینه که این شرکت یا این سازمان چجوری پس به عمر خودش، به بقای خودش ادامه میده؟ خب مشخص پاسخ این که اعضای جدیدی رو به کار میگیره. چرا؟ چون اعضای جدید یا افراد جدید به واسطه عدم آگاهیشون از جو استبدادی اون جامعه، حتی با انگیزه به کار و فعالیت مشغول میشن و به اصطلاح عام از خودشون مایه میذارن، ولی تا زمانی ایمن هستن که فرمان بردار باشن، همش بگن چشم به اون سیستم و به اون سامان.
عقیده متفاوتی نداشته باشن یا پیشنهادی هم حتی ندن و در پی اصلاح امور هم نباشن. اما به عقیده بنده این چنین رفتار خب ارتباط درخور شایستهی با یک انسان نیست، چون انسان در طول زمان ثابت کرده که با حیوانات متفاوته. خب بعد از اینکه این مقدمان شنیدیم، من توی کشور ایران به واسطه خب وجود یک ایدئولوژی منسوخ، دخالت قدرت نظام حاکم در تمامی مباحث غیر قابل انکاره و مشهوده، از اتخاذ سیاست‌های داخلی و خارجی گرفته تا دخالت در امور آموزشی و پرورشی و فرهنگی، مثل مثلا کتاب‌های درسی، مثل مقوله ورزش و همچنین هنر. همکاران ما در این کمیته بارها در مورد مبحث حجاب و طرز پوشش بانوان ورزشکار ارائه سخنرانی کردن، هممون هم شنیدید. اما امروزه به علت عدم پیچیدگی در عقیده و اتحاد در آرا، آقایان ورزشکار نیز مورد هجوم تندروهای مذهبی قرار گرفتن. ما در این زمینه نمونه‌های زیادی در مورد نقض حقوق ورزشکاران شنیدیم، اخبارش رو و مشاهده کردیم. خب کمتر شهروند ایرانی هست که در داخل خارج از کشور وجود استقلال پرسپولیس رو نشنیده باشه، یا یعنی اینکه این دوتا باشگاه ریشه دار و پرطرفدار پایتخت رو نشناسه. حجم طرفداری این دوتا باشگاه استقلال پرسپولیس قبلا اصلا قابل مقایسه با دیگر باشگاه ها نبود. از اقوام مختلف ایران مثل قشقایی ها، آذری ها، کرد ها، بختیاری ها و غیره یک طرفداری جذاب، یک کریخانی های همیشگی وجود داشته. فرق نمیکنه که شما قومیتت چی باشه، همیشه طرفداران استقلال پرسپولیس هم داخل کشور ایران هم خارج از کشور وجود داشتن. ولی اگه دقت کرده باشیم یه سال هاست که با یه برنامه های خاصی، مثل اینکه بازیکن رد و بدل کنن بین این دو تیم، یا اینکه تیم های دیگه ای رو بزرگ کنن، یا سیاست هایی به خرج بدن مثل رأی‌گیری توی برنامه 90 یا برنامه های دیگه که طرفدار چه تیمی بیشتره، اون موقع است که یک کمی تیم های مثل تراکتور سازی که خیلی هم طرفدار داره، تیم های مثل فولاد خوزستان یا صنعت نفت آبادان یا نفت مشهد سلیمان که از قوم بختیاری ها مثلا نشأت گرفته، خود تیم قشقایی شیراز تازگی ها اومده، اینا اومدن این حجم طرفداری از استقلال پرسپولیس رو یه جوری بشکنن. حالا این استبداد جمهوری اسلامی خب به کمک صدا و سیما جهتدار و ناعادل بگیم بهتره، و به کمک وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال با سوء استفاده از این قومیت‌های سیاستی اتخاذ کرده که مخصوصا توی پایتخت از جمعیت طرفدار این دو تیم بکاره. همه ما میدونیم که جمهوری اسلامی سالهاست از جمعیت و تجمعات بزرگ میترسه، هراس داره. اما این مورد که بخواد یه تدبیر نامحسوسی برای امنیت خودش داشته باشه خب انکار ناپذیر. خب به نظر شما چه نتیجه میتونه ایدئال باشه برای یک بازی که توی تهران برگزار میشه با 100,000 نفر تماشاچی؟ مسلما باید نتیجه مساوی باشه، یعنی تساوی بدون گل حتی، و اینجوری میشه که 50,000 آبی پوش و 50,000 قرمز پوش از نتیجه بازی راضی هستند، زیاد شلوغ نمیکنن. ولی شما حساب کن یکی از تیما ببرن، خب مسلما تیم بازنده درگیری به وجود میاره و ممکنه کار به خشونت کشیده بشه. من یادم هست توی خیلی از استادیوم ها توی زمان همین اعتراضات اخیر، خیلی از مخصوصا تو ورزشگاه آزادی یه بازی برگزار شد، تیم استقلال بود نمیدونم با کدوم تیم، که سرود سلام فرمانده رو پخش کرد. یه اتحاد همگیر بین تماشاچی‌ها بود که اول که اون سرود رو هو کردن با صدای بلند که نذاشتن پخش بشه، دوم شروع کردن به یه شعاری که واقعا کف خیابون باعث تشنج میشه این شعار. خب میرسیم به این مطلب که همه عزیزان وریا غفوری کاپیتان بازیکن سابق استقلال میشناسیم که یه زبان به طرفداری از مردم گشود و
هیچ تریبونی برای اصطلاحا مردم تریبونی برای ارائه خواسته خودشون نداشتن، ولی این بوریا غفوری بود که اومد در مورد این صحبت کرد. بعد از اون اتفاق تلخی که برای سحر خدایاری افتاد، یعنی دختر آبی که خودسوزی کرد به خاطر اون حقی که دوست داشت داشته باشه، یه درد مشترک بانوان ایرانی رو این بوریا غفوری اومد جلو میکروفون رسانه های جمهوری اسلامی فریاد زد. شجاعت و جسارتش بارها و بارها زبان زد طرفداران مردمی ورزش شد، حتی خیلی توی رسانه های اجتماعی هم صدا کرد. توی ایاتون باشه زمان اعتراضات مردم خوزستان به معیشت و به بدی آب و هوای این منطقه و مسلماً خشونت نیروهای سرکوبگر نظام، یه بازی استقلال فولاد بود که برگزار شد و استقلال تونست اون بازی رو ببره و قهرمانی خودش رو همون روز مشخص کنه و مسجل کنه. توی همون شرایط بوریا غفوری در پاسخ به یکی از سوالای خبرنگارا که ازش پرسیده بود این قهرمانی استقلال میتونه در وضعیت اقتصادی فعلی یه طیف کوچیکی از مردم خوشحال کنه یا نه، گفته بود همیشه وقتی صحبت از مسائل اجتماعی مدنی میشه فوتبال برای من دیگر اولویت نیست، برای من مهمه که از جایگاه اجتماعی در اون قرار گرفتم استفاده کنم و زبان هواداری باشم که با هزار بدبختی میتونه وارد استادیوم بشه منو تشویق کنه. بعد حتی بوریا گفته بود هر زمانی که شرایط کنونی کشور فکر میکنم من ناراحت میشم، بغض گلوم میگیره چون کاری از دستم بر نمیاد و تعجب میکنم که مسئولین این وضعیت رو میبینن و شرمنده نیستن. خب این اظهار نظرها خیلی طولانی شد و خیلی بازتاب داشت و میبینیم که چه اعتراضایی به این بوریا شد به خاطر همین چند کلام حقی که در مورد حقوق میخواست صحبت کنه. خب گفته بود که تو اهواز خیلی درگیری و مشکلات هست، یعنی دقیقا اشاره کرده بود به همون اعتراضات، به همون درگیری ها و ابراز امیدواری کرده بود که این مسئله به یه شکلی توسط مردم حل بشه و حتی گفته بود که ما عمرمون کوتاهه و مردم ایران لیاقت و حق این رو دارن که سعادتمند زندگی کنن. یه ورزشکار اینچنینی مثل بوریا غفوری، خب صداش به عنوان یه سلبریتی ورزشی خب خیلی بیشتر شنیده میشه تا مردمی که حالا اعتراض میکنن کف خیابون. کاربران زیادی میان از چهرهای مشهوری مثل این بازیکن استفاده میکنن و میان گفته هاشون رو نشر میدن، این برنامه به گوش همه میرسه. اما توی برنامه تلویزیونی فوتبال برتر شبکه 3 که حالا آقای محمد حسین میساقی که شاگرد عادل فردوسی پور بود بهش پشت کرد و این برنامه رو از اون آقای فروغی معروف تحویل گرفت، یه اتفاق جالبی پیش اومد که بعد از قهرمانی استقلال یه برنامه رو به خاطر حالا این قهرمانی استقلال تو لیگ قبل اومدن برنامه ترتیب دادن، چند تا مهمون دعوت کردن. بین این حالا برنامه یه بیلبورد بزرگ پشت سر مهمون ها و منجی برنامه هست که توی اون بیلبورد عکس بازیکنان استقلال که قهرمان شده بودن انداخته بودن. جالب اینجا بود که عکس بوریا غفوری نبودش، کاپیتان تیم. خب این خیلی ناراحت کننده بود. باشگاه استقلال خب مسلمه به خاطر وجود یک سپاهی محض در رأس مدیریتش چیزی بیانیه‌ای صادر نکرد، ولی فرهاد مجیدی که سرمربی بود تو یک کنفرانس خبری شرکت کرد و پاسخگوی سوالات نماینده اون برنامه فوتبال برتر نبود و گفته بود وقاحت در چه حدیه که عکس کاپیتان ما رو حذف میکنید و محوش میکنید، من هیچ وقت جواب شما نمیدم. توی یه اقدام دیگه‌ای در راستای همین حذف تصویر و این متدایی که تازگی جمهوری اسلامی ملاک قرار داده، علی دایی هم بازیکن سابق تیم ملی، تیم پرسپولیس که اسطوره فوتبال ایران هم شناخته شده، اومد یه عکس زیبایی از بوریا غفوری توی صفحه اینستاگرامش گذاشت و
از کاپیتان استقلال حمایت کرد. این علی دایی نوشته بود ساکت کردن منتقد فقط پاک کردن صورت مسئله است. مردم در سخت‌ترین شرایط اقتصادی هستن، باید به جای سرکوب فکر اساسی برای حل مشکلاتشون بکنن. فارغ از رنگ‌ها، از هر فردی که صدای مردم حمایت میکنه، همونطور که در تمامی این سال‌ها تلاش کردم، حامی صدای مردم عزیزم هستم و خواهم. این هم اظهار نظر علی دایی بود و این جالبیش اینجاست که میاد حمایت میکنه یه سلبریتی از یه سلبریتی دیگه. اینجا قشنگه که موقعی که یه نفر دفاع از حقوق کرد، فرق نمیکنه حقوق کسانی که زبان ندارن، رسانه‌ای ندارن که بخوان، یا یه روزنامه مستقل ندارن که بخوان حداقل نوشته هاشون اونجا بنویسن، و تمام اینا فیلم هایی برای یه دیکتاتور، برای یک سیستم خودکامه، یه سامانه خودکامه که شما صدا و سیما، رادیو، نمیدونم روزنامه ها، جراید، همه در قالب یک ایده حرکت کنن و این اصلا نمیتونه حالا ملاک استقلال آزادی مردم کشور باشه. یه نمونه دیگه از خفقان که توی ورزش ایران میتونیم نام ببریم همون مسئله علیرضا کریمی جوونه، همون کشتیگیر ملی پوش که حالا جالبه دقیقا تو مسابقات زیر 23 سال شرکت کرده بود توی کشور لهستان، با چند پوان از حریف روسش جلو بود که سرمربیانش بهش فریاد میزنن میگن علیرضا باید ببازه. علیرضا گیج و منگ این ورانور رو نگاه میکرد، همه ویدیوشو دیدیم چه بلای سر این جوان رو بردن، تو سن زیر 23 سال بهش امر و نهی میکنن. خب این این دقیقا اخباری که خانم نجاتیان الان گفت از کشتیگیری به نام یزدانی، این بردهداریه. خیلی قشنگ تحلیل کردن خانم نجاتیان امروز اخبارشون رو، و دقیقا شاید کسی به چشمش نیاد یا به ذهنش نیاد، ولی واقعا این بردهداریه که شما یک جوون رو بخوای بیای توی مسابقات شرکت بدی، برنامه‌ریزی کنی، حالا یه حریف اسرائیلی هم دیدین که روسیه هم تو اکثر به خاطر حمله به اوکراین توی اکثر چیزها متاسفانه نبوده، مسابقات مثل مسابقات فوتبال حذفش کردن، مسابقات کشتی حذفشون کردن، و ورزشکارهای حرفه‌ای روس اومدن جزو کشورهای مثل آلبانی، گرجستان، حتی آذربایجان و اسرائیل شدن. الان یه سری از کشتیگیرها، جودوکارا اینا که من خبر دارم از روسیه، اومدن تابعیت چیزو گرفتن، تابعیت اون کشورها رو گرفتن که بتونن زندگی حرفه‌ای خودشون رو ادامه بدن. حداقل حالا نمیدونم ملاک عمل روسیه چجوری بوده، حداقل روسیه سنگ جلو پاشون ننداخته که اینا حداقل زندگی ورزشیشون رو ادامه بدن، ولی ما جوان 23 سالمون رو میگیریم بهش امر و نهی میکنیم که شما باید ببازی. چرا؟ چون ممکنه توی قرعه های بعدی به حریف اسرائیلی بخوری، و موقعی که به حریف اسرائیلی بخوری دیگه نمیتونی مسابقه بدی و کشتی ایران زیر سوال میره. خب اینا نمونه هایی از به هر حال خفقانی که توی ورزش بر سر ورزشکارا میاد. ما نمونه دیگه هم داریم از خفقان که علی کریمی. علی کریمی خودش نمیدونم خبر دارین یا نه، ولی من جست و گریخته شنیده بودم که حمایت میکنه از چندین کودک بی سرپرست. اینم رسانه‌ای نبوده، فقط از دوستان نزدیک علی کریمی این قضیه نشت پیدا میکنه، این اخبارش. یه همچی کسی که خارج از ورزش حرفه‌ایش میاد کمک میکنه به مستمندین، به کودکان مخصوصا، یه ایده خاصی داره، یه جوانمردی خاصی میخواد این قضیه، مخصوصا توی ایامی که حالا اقتصاد ایران تحت بحران شدیده، مخصوصا این که حالا هر قشری فرق نمیکنه، چه اونایی که هزاری حقوق میگیرن، چه اونایی که میلیونی و چه اونایی که میلیاردی، فرق نمیکنه. هر کس تو این شرایط بتونه به کسی دیگه کمک کنه، واقعا یه جوانمردی خاصی میکنه. علی کریمی دوست داشتنی و شجاع ما توی استوریش اومد نوشت میلیاردها تومان خرج میکنیم که نذری بدیم
در پایان چه حاصل میکنیم؟ آرزوی شفا برای بیماری داریم که به علت نداشتن پول میمیره و درمان نمیتونه بشه. یه استوری دیگه جالب گذاشته بود که خوش به حال کسانی که زنجیر نمیزنن ولی زنجیر به پای از پای مردم باز میکنن، یا سینه نمیزنن اما سینه دردمندی را از غم و اندوه نجات میده. طرف دوست داشته تو صفحه شخصیش داد بزنه، حالا مثل قبل نیست که آدم یه وبلاگ تهیه کنه توی وبلاگش، الان رسانه ها یکم آسان‌تر و سهل‌تر شدن، مثل اینستاگرام، فیسبوک یا توییتر و اینا، که آدم ابراز عقیدهش رو انجام بده یا زبان به اعتراض مثلا باز کنه یا اینکه حمایت کنه از اعتراضات داخلی کشور. باید عقیدهش رو بگه. اینکه شما به واسطه دو تا استوری بیای یه عده مثل دلواپسان شیعه اثناعشر و یا اصحاب خرافات و جهل پراکنی باشی، بیای توهین مستقیم کنی به این سلبریتی که 20 سال برای ورزش کشور زحمت کشیده. خب میدونیم که بعد کشته شدن مهسا امینی، دختر 22 ساله کرد، این خبرگزاری مهر هم روز 12 مهر بود که گفت علی کریمی یکی از لیدرهای اصلی اغتشاشات اخیر کشور و به دلیل همصدایی با دشمنان و تشویق به اغتشاش تحت تعقیب قضایی بند قرار بگیره. یه آخوندی هم به نام حمید رسایی است که اصطلاحا اینا مثل آقای رائفی پور، مثل آقای رحیم پور، مثل آقای حسن عباسی، اینا شلوغ کن نظام جمهوری اسلامی هست. اینا اومدن یه مطلب، یه ایدئولوژی رو گرفتن و تندروی های مسئولین نظام و اینا فریاد میزن. حمید رسایی اومده بود توی یه برنامه تلویزیونی گفته بود که علی کریمی باید مصادره بشه اموالش. حالا چرا؟ چون قبلا یه فوتبالیستی اهل ترکیه به اتهام شرکت در کودتای سال 2015 تمام اموالش رو مصادره کرده بودن. حالا ایشون هم خود شیرین بازی در آورده بود، ایشون نماینده سالار مجلس بوده که حتی میخواسته مجدد شرکت کنه ولی رأی نیاورده، الان دوباره داره خود شیرین بازی در میاره. و علی کریمی هم موقعی که فهمید که اموالش رو مصادره کردن گفت، خیلی جالبی استوری کرده بود، خانه بدون خاک ارزشی ندارد، فدای سرتون، همینو فقط نوشته بود. خب توی همین اعتراضات میبینیم که 5 میلیون نفر توی اینستاگرام دنبال کننده علی کریمی بیشتر میشن. 5 میلیون نفر کم نیستن. این نشون میده که یه نفر که یه استوری کوچیک میذاره و نظر شخصیشون میگه، چند میلیون نفر این اون نظر رو دارن که میان لایکش میکنن. الان دنیا همین ارتباطات شده. شما از این آمارا میتونید استفاده کنید، محبوب ها رو پیدا کنید یا منفور ها. بعد یه روزنامه دیگه منصوب به جمهوری اسلامی که ایران بود نوشته بود که جادوگر سابق فوتبال توی شبکه اجتماعی هم جادوگری میکنه و ربات ها رو به کار گرفته برای اینکه نفر جمع کنه یا اصطلاحاً فالوور برای خودش جمع کنه. حالا جالبه که حمید رسایی این آخوند تون رو اومده علی کریمی رو با روح الله زم یا به قول دوستداران خمینی نیما زم. دیدین که الان رسانه ها و تمام خبرگزاری ها دیگه به روح الله زم روح الله نمیگن، نیما میگن و تو تمام نوشته هاشون نیما مینویسن. خب زم اگه یادتون باشه با کانال تلگرامی آمد نیوز مشهور شد، عاقبتش هم با یه ترفند امنیتی داخل کشور عراق گرفتار شد، دستگیر شد و سرانجام جونش رو با یه حکم اعدام توی ایران از دست داد. اون چیزی که جالبه توی این اظهارات رسایی که مقایسه میکنه علی کریمی و با روح الله زم، این شبیه سازیش رو که تلویحا کریمی رو داره تهدید به مرگ میکنه و این هم جزو مواردی هست که میتونی شما ورود قدرت استبداد دینی رو توی ورزش ایران ببینی. خب ما راهکارهایی نداریم برای مقابله با رفع استبداد بجز اتحاد، بجز اینکه اعضای یه جامعه به یک پارچگی رأی برسن و غیر از اتحاد هیچ کس نمیتونه شخص مستبد و دیکتاتور رو سر جای خودش بشونه یا
باش مقابله کنه. ما نیاز داریم به حمایت. اینکه من یه فعال حقوق بشرم خیلی خوبه، ولی باید به این نگاه کنم که چه فعالیتی من میتونم انجام بدم برای امروز جامعه. رسالت من اطلاع رسانیه، درست، ولی موقعی که مردم اطلاع رسانی کردن دیگه رسالت من چیه؟ این که باشون همراه بشم، این که حرکت کنم. من خودم یکی از سخنرانهای این فراخوان هستم، ولی ترجیحاً اقدامی که آقای داوود لطفی عزیز انجام داده امروز توی رفتن صدا جمهوری اسلامی جلوی نمیدونم صدای مردم ایران باید بود. یه زمان دیگه اطلاع رسانی کافیه، شما باید اقدام عملی کنید. این نظر شخصی بانه، شاید دوستان دیگه نظرات دیگه ای دارن، نه اینکه ما کارمون بی تاثیر باشه، کار فعالین حقوق بشر، ولی من ترجیح میدم که کارهای عملی بیشتری بکنیم که بتونیم صدای شهروندان معترض باشیم، و از همه مهمتر مادرانی که داغ نوجوانان 16 سالشون 17 سالشون بعد قربانیان سال 57 یا قبل از اون برای این نظام، شاید آقای حسن‌زاده صداتون قطع و وصل میشه. دوستان فکر میکنم آقای حسن‌زاده به کل اینترنتشون رفت. من ابتدا سلام عرض میکنم خدمت همه همکاران و از جانب آقای لطفی از همه شما عذرخواهی میکنم که ایشون نتونستن تو جلسه حضور داشته باشن، میانه راه جلسه رو ترک کردن به دلیل که دستگاهشون شارژ نداشت و نمیتونستن تو جلسه بمونن. من جلسه رو ادامه میدم. حالا آقای حسن‌زاده اگر تشریف آوردن که ادامه سخنرانیشون رو خواهیم شنید. تا زمانی که ایشون بیاد آقای شایان، آقای رضایی شایان گویا صحبتی دارن. آقای شایان شما بفرمایید تا آقای حسن‌زاده تشریف بیارن. درود، ممنون که این وقت در اختیارم قرار دادید. من میخواستم اول از همه ذکر کنم که ما فعالان حقوق بشر اول از همه باید انعکاس دهنده صدای مردم داخل ایران به کل دنیا باشیم که اینجوری بتونیم هم مردم خارج از ایران و هم مردم داخل از ایران رو متحد و یونایتد بکنیم. و اینکه برای مشکلات داخل ایران اگر بتونیم این اتحاد و همبستگی رو مثل الان که بعد از 40 و چند ساله که شده پیوسته ادامه بدیم، به زودی جامعه به یک دموکراسی کامل میرسه. ممنون از شما. آقای انصاری نژاد عزیز بفرمایید، میکروفون در اختیار شما. سلام و عرض ادب مجدد خدمت دوستان گرامی. من در خصوص صحبت‌هایی که انجام شد با اجازه دوستان دو تا مطلب رو می‌خواستم بگم. حالا یکی شاید از لحاظ بحث داشتن اطلاعات براتون جالب باشه، یه مطلب دیگه هم در دفاع از حقوق ورزشکاران هست. حالا یه مقدار داره این قضیه. در خصوص آقای رسایی که عنوان کردن، جناب آقای لطفی عزیز، نمیدونم حالا من اسم شریفشون رو درست گفتم، آقای لطفی. در خصوص آقای رسایی، آقای رسایی عضو شرکت پرشین گلف هستن، یعنی ایشون برادرشون رو به خاطر که خودشون رد پا نداشته باشن اومدن عضو هیئت مدیره یه شرکتی کردن به نام شرکت پرشین گلف که من شخصا پروندهشون رو دیدم. شخصا من توی ایران آگهی روزنامه اینها رو تو پروندهشون خوندم. و این شرکت هواپیمایی جالبه که مربوط به آقای رساییه که برادر خودش رو آورده تو اون شرکت هواپیمایی، و یکی دیگه از اعضای اون شرکت هیئت مدیره پرشین گلف آقای ترکان بوده
که قبلا رئیس هیئت فوتبال اصفهان بود و بعدم شد وزیر راه، و یکی دیگه هم از اعضام آقای کردان بود، وزیر دکتر تقلبی دوران احمدی نژاد، یعنی کسانی که دم از حقوق بشر و اسلام و نان خشک با آب میزنن. نمیدونم این درآمدها رو از کجا میارن که میرن هواپیما میخرن و شرکت هواپیمایی تأسیس میکنن و بعد هم میان به یه ورزشکار یا یه سلبریتی که از در حقیقت جانب مردم حرف حق رو میزنه عنوان میکنن که ایشون مثل حالا یه زم هست، یعنی حالا خونشون مباح هست یا اینکه باید تمام اموالشون مصادره بشه. این در خصوص آیه رسایی که معلوم الحال هست ایشون دیگه توی مجلس. در خصوص دفاع از حقوق ورزشکاران، من فکر میکنم به یه نکته خیلی مهم اشاره نشد امروز که واقعا ورزشکاران ما مظلوم واقع شدن توی ایران. دوستان عزیز استحضار دارید که ما الان تا حالا بر طبق آماری که من داشتم حدود 61 نفر، خیلی خیلی رقم قابل ملاحظه‌ایه، 61 نفر از ورزشکاران ما به کشورهای دیگه پناهنده شدن. و اعضای کمیته ورزش و دوستان قطعا میدونن در بین اینها قهرمانان جهان و قهرمانان المپیک قرار دارن، یعنی تنها ورزشکار بانوی مدال‌آور المپیک تاریخ ایران خانم علیزاده توی این لیست هست. آقای علی ارسلان که توی همین مسابقات بلگراد در واقع قهرمان شدن. بله عذرخواهی میکنم، بله بله چشم، اگه که آقای لطفی میخواد بفرمایید، شما 3 دقیقه فرصت دارید تا 3 دقیقتون صحبت کنید. اگر صحبتتون طولانیه که بذارید بعد از سخنان آقای حسن بده، اگر نه که چشم، من اجازه بدید آقای حسن صحبتشون رو بفرمایید، من بعد مزاحم میشم. چشم، بسیار عالی. آقای حسن زاده ما انتهای صحبت شما رو نشدیم، اگر مطلب دیگه هست لطفا بفرمایید. درود مجدد به شما. ببخشید من نمیدونم چرا از اینترنت قطع شد اینا، فقط من داشتم به این جنبندگی میرسیدم، حالا شاید دوستان شنیده باشن ولی من یه بار دیگه بگم که ما هیچ راهکاری برای رفع استبداد و تکرایی نداریم راستش، و تنها راهی که وجود داره، تنها راهکاری که میشه بدیم، همون اتحاد اعضای اون جامعه است و یک پارچگی آرا، اینکه ما نیان به مسائل مختلف بپردازیم و حاشیه بریم و تفکیک بشیم. امروز مردم ایران احتیاج ندارن که ما خودمون رو به عنوان فعال حقوق بشر از دیگر فعالان، حالا اسم نمیارن، نهادهای دیگه جدا کنیم و بگیم چون ما حقوق بشری هستیم ما تو جمع اینا نیستیم و نباید بریم و اینا. نه خیر، ما یه اتحاد کلی لازم داریم. الان زمان اطلاع رسانی دیگه تموم شد. اون چیزی که رسالت من و شما بود این بود که مردم کشور ایران، چه خارج از کشور چه داخل کشور، بدونند که نظام ناکارآمدی جمهوری اسلامی ایران داره، با اینکه پوانهای مثبتی توی قانون اساسیش هست ولی محدود شده به ایدئولوژی اسلامی و دینی. ما امروز تاثیرگذاری خودمون رو نتیجه‌اش رو داریم می‌بینیم و دیگه شتاب زدگی توی کارهای قبلی به نظر من و استمرار توی کارهای قبلیمون فایده نداره. الان یه مرحله جلوتر افتادیم، الان جوری شدیم که ما هم باید مشت گره کنیم و همراه مردم ایران باشیم، اما صداشون باشیم خارج از کشور. شما چند روز پیش کلیپ هایی خب دیده شد توی رسانه ها در مورد پارلمان آلمان، چه نماینده های از چه حزب های، حتی حزب آفده که خیلی ضد خارجی ها هست، تقریبا ضد، نه اینکه خارجی ها باشه، مخالف حضور پناهجوها تو کشور آلمان بیشتر، و این حزب تونرو هم اومده به طرفداری از مردم کشور ایران، مردم داغ دیده ایران داره سخنرانی میکنه و واقعا مورد سوال قرار داده جمهوری اسلامی. من نظر شخصیم رو گفتم که اینکه ما میتونیم کارهای تاثیرگذار بیشتری انجام بدیم نسبت به اون چیزی که تا حالا انجام میدادیم،
و مهمترین همشون هم همینه که وظیفه ما، رسالت ما خارجی نشین ها اینه که صدای شهروندان معترض باشیم و داغ دل مادران داغداری که نوجواناشون رو توشون وحید بسرگی از دست دادن به گوش جهانیان برسونیم. خیلی ممنون که بنده وقت دادید. در مورد دوست عزیزمونم آقای انصاری نژاد خیلی خوشحالم از آشنایشون. باید بهتون بگم که کمیته ورزش بعد از خبر پناهندگی خانم علیزاده به آلمان تأسیس شد. یعنی یکی از اون دردهایی که ما داشتیم این بود که تنها مدال‌آور بانوی کشور ایران چرا باید پناهنده به کشور دیگه بشه. این درد باعث شد که دوستان تلاش کنن کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران ثبت بشه. ممنون از همراهیتون، ببخشید به خاطر مشکل فنی. ممنون از شما آقای حسن‌زاده عزیز. البته بخش پایانی صحبت شما یعنی جمع‌بندیتون رو من تا حدودی باش موافقم. هر کدوم از ماها حقوق شهروندی داریم، یعنی این حق رو داریم که به صورت خاص خودمون هر نوع کاری که میخوایم بریم تو از اولاد شرکت کنیم، صدای مردم باشیم و اینا، ولی کار عامه ما یعنی رسالت ما آگاهی بخشی و افشاگریه که اینا فکر کنم همچنان باید ادامه بدیم. از دوستان اگر نظری دارن، سوالی دارن یا دیدگاهی دارن لطفا بفرماین، اگر نه که بریم به بخش بعدی که توسط بانو رهایی سخنرانی ایشون رو خواهیم شنید با عنوان از فروزان عبدی تا نوید افکاری ورزشکارانی که اعدام شدن. اجازه بفرمایید من این رو ببندم. خب بله بفرمایید. سلام و خسته نباشید دوباره میگم به دوستان عزیز و تشکر از آقای حسن‌زاده به خاطر سخنرانی عالیشون. ضمن عرض تسلیت به خانواده های جانباختگان راه آزادی که متاسفانه سناشون هم خیلی پایین هست، سخنرانیمو با کاملترین حالا شعر و شعاری که این روزها وجود داره آغاز میکنم. برای زن زندگی آزادی. در تمام کشورهای جهان ورزشکاران به عنوان گنجینه ملی به حساب می آیند، اما رژیم حاکم بر ایران رویه متفاوتی را در قبال ورزشکاران ایرانی از بعد از انقلاب سال 57 در پیش گرفته است. از بدرفتاری و دستگیری تا شکنجه و اعدام. در پرونده سیاه حقوق بشر رژیم حاکم بر ایران نام ورزشکاران ایرانی و قهرمانان ورزشی متعددی به چشم می‌خورد که توسط این رژیم اعدام شدند. هیچ رژیمی در تاریخ بشر دست به چنین جنایت هولناکی علیه قهرمانان ملی و ورزشی خود نزده است. محکومیت یک ورزشکار و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه 98 به اعدام بار دیگر به دنیا نشان داد که رژیم ایران با اعمال خشونت و سرکوب حتی بر علیه ورزشکاران و کسانی که عناوین قهرمانی دارند قصد دارد تا از هر گونه صدای مخالف و اعتراض جلوگیری کند. زندانی سیاسی سید محمد جواد وفایی ثانی اندکی پس از اعتراضات آبان ماه 98 دستگیر و به اعدام محکوم شد. بابک پاکنیا وکیل آقای وفایی ثانی در توییتی در روز 19 دی ماه خبر داده بود که وی از سوی شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد به اتهام افساد فی‌الارض محکوم به اعدام با چوبه دار شد. اما وفایی اولین ورزشکار معترض بازداشتی نیست که با حکم اعدام روبرو می شود. در 22 شهریور ماه 1399 رژیم ایران نوید افکاری کشتیگیری که در پی اعتراضات تابستان 97 به همراه دو برادرش دستگیر شده بود را علارغم اعتراضهای بین المللی به دار آویخت. این اعدام در روزهایی که ابراهیم رئیسی ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی را در دست داشت موجی از بهت و خشم همگانی ایجاد کرد.
البته نام ابراهیم رئیسی با تیرباران و تنابدار شکنجه قتل و سرکوب و جنایت قرین است. او از ابتدای حاکمیت رژیم ملایان دستی در بالاترین نهادهای قضایی کشور داشته و آخرین مقامش نیز ریاست قوه قضایی کشور بوده است. ابراهیم رئیسی معروف به جلاد 67 به عنوان رئیس جمهور ولی فقیه سابقه وحشتناکی در کارنامه خود از اعدام تا خشونت و سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در فضای جامعه در کارنامه خود دارد. به گوشه از اعدام و قتل عام قهرمانان و ورزشکاران ملی توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و توسط شخص رئیسی اشاره می کنم. حبیب خبیری کاپیتان تیم ملی ایران و بازیکن باشگاه فوتبال همای تهران بود. او یکی از شگفت‌انگیزترین گل‌های تاریخ فوتبال ایران را به ثمر رسانده بود. او را بهترین بازیکن فوتبال آسیا می‌دانستند. انعطاف و سرعتش او را به بازیکنی تماشایی تبدیل کرده بود. او 18 بازی ملی را در کارنامه خود دارد که در تمامی آنها شگفتی آفرین بود. حبیب خبیری در سال 55 با سازمان مجاهدین خلق ایران آشنا شد. پس از انقلاب علاوه بر فعالیت‌های ورزشی به فعالیت‌های سیاسی نیز می‌پرداخت. اما در سال 59 به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین از تیم ملی کنار گذاشته شد. او در سال 62 توسط پاسداران دستگیر و در خرداد ماه سال 63 در سن 29 سالگی به جوخه اعدام سپرده شد. ابراهیم رئیسی در زمان اعدام کاپیتان تیم ملی ایران در نقش دادستان کرج در حال قلع و قمع زندانیان بود. اعدام فروزان عبدی پیربازاری دانشجوی رشته تربیت بدنی و عضو تیم ملی والیبال زنان ایران یکی دیگر از پرونده های ابراهیم رئیسی است. فروزان عبدی پس از انقلاب 57 وارد فعالیت های سیاسی شد و به هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران پرداخت. فروزان عبدی پس از 30 خرداد سال 60 در کرج به جرم هواداری از مجاهدین خلق دستگیر شد. یعنی همان جایی که ابراهیم رئیسی به عنوان دادستان انقلاب در جستجوی پیدا کردن انقلابیون و میهن پرستان بود. فروزان عبدی به 5 سال زندان محکوم شد. وی در هنگام دستگیری دانشجوی سال آخر رشته تربیت بدنی بود. اما پس از اتمام دوره محکومیت او را آزاد نکردند. فروزان عبدی چهره ورزشکار و دوست داشتنی برای همبندان و همرزمانش بود. او 2 سال اضافه در زندان نگه داشته شد. اما در سال 67 از او و دیگر زندانیان سیاسی در یک محاکمه چند دقیقه خواستند سازمان مجاهدین را محکوم نماید. فروزان عبدی در همان دادگاهی که ابراهیم رئیسی در نقش معاون دادستان نقش اصلی را در اعدام‌ها داشت با رد خواسته حاکمان به مرگ محکوم شد. فروزان به همراه هزاران زندانی سیاسی در تابستان 67 به دار کشیده شد. برای پیدا کردن رد اعدام در پرونده ابراهیم رئیسی شاید هم نیازی نیست خیلی به سالهای دور برگردیم. او در نقش رئیس قوه قضاییه مسئول اعدام حداقل 700 نفر از اسفند ماه سال 97 تا خرداد ماه 1400 است. رئیسی شخصا مسئول اعدام نوید افکاری، کشتیگیر و قهرمان به نام مردم ایران نیز هست. البته نام ابراهیم رئیسی با تیرباران و تنابدار همیشه قرین بوده است. او از ابتدای حاکمیت رژیم ملایان دستی در بالاترین نهادهای قضایی کشور داشت و آخرین مقامش قبل از انتصابات ریاست جمهوری کنونی نیز رئیس قوه قضایی بوده و متاسفانه ورزشکاران ایرانی بسیاری در دوران حکومت این رژیم حبس، شکنجه یا اعدام شدند. در سیاه‌ترین دوران تاریخ حیات ایران نام‌های دیگر چون مهشید رزاقی، علاءالدین اطرتی کوشالی، نازنین عظیم‌زاده و هوشنگ منتظرالظهور به چشم می‌خورد که توسط رژیم آخوندی اعدام شدند. مهشید رزاقی مدافع تیم فوتبال امید ایران و باشگاه هما بین سال‌های 56 تا 58 بود. او در سال 59 به جرم روزنامه فروشی ضد حکومتی بازداشت و به 1 سال زندان محکوم شد. اما با پایان دوره محکومیتش آزاد نشد و مدت 8 سال تا تابستان 67 در زندان‌های اوین، قزلحصار و گوهردشت زندانی ماند. او نهایتاً در مرداد ماه سال 67 در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج به دار آویخته شد.
چند روز بعد برادر او احمد نیز در زندان اوین اعدام شد. هوشنگ منتظر و ظهور قهرمان کشتی و عضو تیم ملی ایران در المپیک ملبورن از دیگر قربانیان اعدام‌های دهه 60 بود. او که در مسابقات قهرمانی کشور در یزد در وزن 90 کیلوگرم قهرمان شده بود، 24 مرداد ماه سال 60 در خانه‌اش در اصفهان دستگیر و 11 مهر ماه سال 60 در زندان اصفهان به همراه احمد شاترزاده قهرمان کشتی آموزشگاه‌های اصفهان تیرباران شد. خبر اعدام او همراه با 65 نفر دیگر در اطلاعیه دفتر روابط عمومی دادستانی انقلاب کل اسلامی در روزنامه جمهوری اسلامی 12 مهر ماه 1360 به چاپ رسید. اما فهرست ورزشکاران مخالف اعدام شده در دوران 43 ساله حکومت جمهوری اسلامی به این اسامی ختم نمی شود. ورزشکاران دیگری هم بودند که در طی این کشتارها در زندانهای ایران اعدام شدند. مانند شهلا شهدوست، عضو تیم ملی پینگ پونگ زنان ایران، ابراهیم هوشمند، بازیکن تیم فوتبال جوانان راه آهن، علی شبانی کشتیگیر عضو تیم دیهیم، مهدی زابولی وزنه بردار و بسیاری دیگر. جالب توجه است که ابراهیم رئیسی یا همان جلاد 67 یا عضو هیئت مرکز سوابق او در جمهوری اسلامی لبریز از احکامی است که پس از اجرا رخت سیاه بر تن خانواده ها نشانده است، هیچ سابقه جدی و فعالیت قابل توجه علیه حکومت پهلوی وجود ندارد. شاید تنها اقدام انقلابی او سرزدن به شخص علی خامنه‌ای در زمان تبعید به ایران شهر باشد، ملاقاتی که او را به امین رهبر کنونی تبدیل کرده. او پس از انقلاب و در حالی که کمی کمتر از 18 سال سن داشت، خود را به بدنه اصلی نظام جمهوری اسلامی بس کرد، یعنی سال 57 با دادیاری کرج وارد ساختار قوه قضاییه شد. دو سال بعد هنگامی که به 20 سالگی رسیده بود ارتقا درجه گرفت و به سمت دادستان انقلاب کرج رسید. برخی از چهره های نزدیک به خاندان پهلوی در شهر کرج کاخ، باغ یا باغچه‌ای داشتند. به همین دلیل از کرج به عنوان شهری مهم جهت رسیدگی به امور گروه‌هایی که معاند نظام خوانده می‌شد یاد شده است. ابراهیم رئیسی از ابتدا مأمور برخورد با گروه‌های مخالف حکومت بود و البته نام برخی از سرکوب‌ها و قتل عام‌ها را اقدامات فرهنگی گذاشت. نوید افکاری آخرین و مشهورترین ورزشکاری است که در دستگاه قضایی تحت امر ابراهیم رئیسی اعدام شد. پس از اعدامش فایل صوتی او در حالی منتشر شد که به قاضی دادگاه اصرار می‌ورزید اعترافات او زیر شکنجه و وعده آزادی گرفته شده است. 22 شهریور ماه سال 99 زمانی که ابراهیم رئیسی ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی را بر عهده داشت، نوید افکاری توسط نیروهای دستگاه قضایی اعدام شد. کشتیگیر فرنگیکار شیرازی یک بار به اتهام قتل یک مأمور حکومتی در جریان اعتراضات مرداد ماه سال 97 در شیراز حکم اعدام گرفت و بار دیگر نیز برای شرکت در این اعتراضات با اتهام محاربه در دادگاه انقلاب به مرگ محکومش کردند. اتهاماتی که از سوی نوید افکاری رد شده بود. دو برادر دیگر او وحید و حبیب هم به ترتیب 54 سال و 6 ماه حبس و 74 ضرب شلاق و 27 سال و 3 ماه حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شدند. آنها متهم شدند که در مرداد ماه 97 فردی به نام حسن ترکمان از اعضای بسیج شیراز و کارمند حفاظت سازمان آب این شهر را به قتل رساندند. وحید و حبیب افکاری هر دو از زمان اعدام نوید افکاری در زندان انفرادی هستند. دقیقاً 3 روز پیش از اجرای حکم اعدام نوید افکاری، پدر و مادر نوید، وحید و حبیب افکاری با انتشار نامه خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه وقت، از او خواستند دستور دهد تا به دلیل آثار ضرب و شتم در بدن 3 فرزند خود آنها را به پزشکی قانونی ببرند. با این وجود حکم اعدام نوید افکاری با نظر مستقیم ابراهیم رئیسی اجرا شد. پیش از اجرای این حکم برخی از چهره‌های سرشناس کشتی ایران از جمله رسول خادم رئیس پیشین این فدراسیون قصد دیدار با ابراهیم رئیسی برای پادرمیانی و شکستن حکم را داشتند که شخص رئیس قوه قضاییه با این درخواست ها مخالفت کرد.
همزمان با اعدام نوید افکاری، محمد علی گرایی قهرمان کشتی فرنگی ایران در شیراز که دوست، رفیق و رقیب تمرینی نوید افکاری بود، توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی بازداشت می شود. محمد علی گرایی در المپیک توکیو به مقام چهارم رسید و محمد رضا گرایی برادرش به مدال طلای این رقابت ها دست یافت. هر دو برادر پیش از اجرای حکم از نهادهای امنیتی و قوه قضاییه خواسته بودند نوید افکاری را عفو کنند. هر دو برادر که رابطه خانوادگی و نزدیک با نوید افکاری و برادران او داشتند، در پیام اینستاگرامی برای زندانی محکوم به اعدام آرزوی بخشش کرده بودند. حالا ابراهیم رئیسی به مدال‌آوران ایران تبریک گفته است. خودش پیش از این دستی در اعدام، بازداشت و شکنجه ورزشکارانی داشت که با خط فکری او زاویه داشتند. او به محمد رضا گرایی در حالی تبریک گفته که در زمان ریاست بر قوه قضاییه برادر او را بازداشت و یکی از نزدیکترین دوستانش را اعدام کرده است. ابراهیم رئیسی در آیین تحلیف خود در مجلس شورای اسلامی خود و جمهوری اسلامی را مدافع حقوق بشر معرفی کرده. البته همزمان با برگزاری دادگاه حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67، بیش از 100 ورزشکار ایرانی در نامه‌ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد در این ارتباط خواستار حسابرسی از شخص علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی شدند. در این نامه اعدام‌های تابستان 67، نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت خوانده شده و از سازمان ملل خواسته شده است که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کنونی ایران، به عنوان یکی از آمران این جنایت بزرگ و سایر دستاندرکاران محاکمه شوند. 100 ورزشکار ایرانی که در میان آنها نام قهرمانان جهان و المپیک دیده می شود، خطاب به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، خواستار آن شدند که با احاله پرونده قتل عام 67 به شورای امنیت ملل متحد برای حسابرسی و محاکمه دستاندرکاران این قتل عام به ویژه علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی دست به اقدام بزنند. به دلیل پنهانکاری حکومت ایران آمار دقیق از این اعدام‌ها وجود ندارد. به نوشته ورزشکاران ایرانی در این نامه، در میان 120 هزار قربانی اعدام در 43 سال گذشته شماری از قهرمانان ورزشی به چشم می‌خورند. از جمله حبیب خیبری، فروزان عبدی گرفته تا نوید افکاری که در سال 2020 اعدام شده است. ما مجموعه فعالان حقوق بشر هر گونه صدور حکم اعدام، زندان، شکنجه برای ورزشکاران و چهره‌های برجسته ایران را مصداق بارز نقض حقوق بشر دانسته و نسبت به اجرای چنین احکام ضد انسانی به رژیم غاصب کنونی هشدار می‌دهیم و همچنین دبیر کل ملل متحد، شورای حقوق بشر و کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، کلیه مراجع مدافع حقوق بشر و همچنین اتحادیه اروپا را به اقدام فوری برای نجات جان زندانیان سیاسی و کشتار مردم بیدفاع ایران فرا می‌خوانیم. همچنین لازم به ذکر است که متهمان نقض حقوق بشر در رژیم جمهوری اسلامی ایران شخص علی خامنه‌ای، اشخاص و نهادهای وابسته به حکومت، به ویژه در رده سران سیاسی، امنیتی، نظامی، انتظامی و قضایی و حتی فقهی هستند که از دیدگاه شمار چشمگیری از کشورهای عضو سازمان ملل و نیز فعالان و نهادهای حقوق بشری مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیوان بین المللی دادگستری و مراکز و گروه‌های ایرانی فعال در زمینه حقوق بشر در داخل و بیرون از ایران و همچنین کسانی که از سوی حکومت جمهوری اسلامی حقوق انسانیشان نقض شده است جزو ناقضان حقوق بشر هستند. رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی هیچگاه اتهام نقض حقوق بشر را نپذیرفته است. اما شخصا باید اعلام کنم که خون حبیب و فروزان و صدها و هزاران زندانی اعدام شده در سالهای دهه 60 تا خون نوید و 1500 به خون خفته آبان 98، مهساها، نیکاها، حدیثها، سارینا و صدها بیگناه دیگر در هم آمیخته است. جویباری شده که در جنبش دادخواهی به حرکت در آمده. این خونهای انتقام ناگرفته تا کشاندن همه جنایتکاران به پای میز محاکمه از خروش و جوشش باز نمی ایستند.
و اعلام می کنم که سکوت و بیعملی و بیطرفی در برابر نسل کشی و جنایت علیه بشریت رژیم جنایتکار حکومت جمهوری اسلامی و علی خامنه ای در قرن 21 تشویق به ادامه و تشدید جنایت است. به امید پیروزی و آزادی انقلاب مردم ایران. من مایک رو رها می کنم. ممنونم بانو رهایی عزیز از سخنرانی خوبتون و موضوعی که انتخاب کردید. دوستان عزیز اگر کسی نظری یا سوالی داره لطفاً من رو راه نمایی کنه تا میکروفون رو براش باز کنم. در غیر این صورت به سخنران آخرمون که آقای سپهر رضای شایان با موضوع سخنرانیشون که ورزش اقتصاد و سیاست هست بپردازیم. آقای شایان دستتون رو لطفاً بالا کنید تا من میکروفون رو براتون باز کنم. بفرمایید. ممنون. رابطه متقابل ورزش و اقتصاد. عقیده غالب در بین مردم بعضی از جوامع نگریستن به ورزش به مانند یک کالای مصرفی است و از اهمیت آن در تولید و رشد و توسعه اقتصادی و توزیع بهتر درآمدها غافلند. هرچند پرداختن به ورزش نیازمند به هزینه بالای زیربنایی است، ولی این هزینه ها را نمیتوان در کنار مخارج و هزینه های مصرفی قرار داد. امروزه به همان نسبت که درآمدهای ملی صرف ورزش می شود، در بعضی از رشته‌های ورزشی در کوتاه مدت و در بعضی دیگر رشته‌های ورزشی در دراز مدت می توان میزان برگشت سرمایه را به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشاهده نمود. به دنبال سرمایه گذاری در ورزش میزان اشتغال مستقیم و غیر مستقیم افزایش می یابد و در کنار آن امکان جذب درآمد از طریق برگزاری مسابقات بین‌المللی، جذب گردشگران و سطح سلامت و بهداشت جسمی و روانی جامعه افزایش می‌یابد. مانع اصلی در روند سرمایه‌گذاری در بخش ورزشی کشورها عدم رویت منافع قابل برگشت حاصل از این سرمایه‌گذاری به صورت مستقیم می‌باشد، در حالی که نگرش مثبت به ورزش و امور جنبی آن سودهای سرشار را به طور مستقیم و غیر مستقیم در آینده نصیب آنان می کند. وجود نگرش مثبت در جامعه پیشرفت نسبت به ورزش سبب سرمایه گذاری در امر ورزش به منظور بالا بردن سطح سلامت و تندرستی و تأثیر بر افزایش سطح بهره‌وری در تولید گشته و همین امر سبب شده که رفته رفته بیشتر کشورهایی که قبلا توجه آنچنانی نشان نمی‌دادند سهمی رو به افزایش برای سرمایه گذاری در امور ورزشی داشته باشند. بودجه تربیت بدنی و ورزش کشورهای توسعه یافته یا بعضی از کشورهایی در حال توسعه با سرعت بی سابقه افزایش یافته است، چرا که این گونه کشورها به تأثیر درازمدت ورزش از لحاظ رشد و توسعه اقتصاد ملی واقفند. ورزش یک سرمایه‌گذاری درازمدت است که در آن اثر رشد و توسعه معلوم و مفرز است. سرمایه‌گذاری در ورزش از جمله سرمایه‌گذاری‌هایی است که دارای دوران بلند مدت و کوتاه مدت است که با پرداخت به آن میتوان نتایج اجتماعی، فرهنگی و نتایج اقتصادی قابل قبولی را به دست آورد و در تأمین نیازهای جامعه و ملی کوشید. اثرات اقتصادی ورزش برای رویدادهای ورزشی که در دوران جوامع مختلف به وقوع می‌آید، دو نوع سرمایه‌گذاری توسط جامعه دراز است. سرمایه‌گذاری که جامعه با بکارگیری مالیات‌های عمومی در این زمینه انجام می‌دهد و انتظار دارد که رویدادهای ورزشی توجه تماشاگران و گردشگران و ورزشکاران زیادی را به جامعه و اجتماع آنها جلب نموده و با ورود این ملاقات کنندگان رونق تجاری بیشتری در جامعه ایجاد شود، مانند کره و ژاپن که در جام جهانی برگزاری 2002 با رکود نسبی و درآمدی خیلی کم مواجه بودند و دولت ژاپن و کره برای برگزار کردن باشکوه‌تر این مسابقات 10 میلیارد دلار، نیمی از درآمد آن سال ایران، برای احداث و نوسازی ورزشگاه‌ها، جاده‌ها، پل‌ها، هتل‌ها، مراکز تفریحی، اقامتی، توریستی و تأمین امنیت هزینه کرد. با برگزاری این مسابقات رکود نسبی حاکم بر اقتصاد ژاپن و کره از بین رفت
و رونق اقتصادی دوباره به این کشورها بازگشت و طبق برآورد دولت کره جنوبی سود حاصل از برگزاری این مسابقات در این کشور از شروع تا پایان برگزاری مسابقات بالغ بر 20 میلیارد دلار بیش از درآمد کشور ایران در آن سال برای کشور کره جنوبی سود داشته است. پس هدف از هزینه مالیات‌ها برای برگزاری رویدادهای ورزشی کسب درآمد و ثروت جدید و کسب اعتبار و حیثیت جهانی است که انتظار دارند در آینده نه چندان دور لایق آن باشند. متاسفانه سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت ایران مانند قانون گذاشتن برای ورود مردم و عدم اجازه به بانوان برای حضور در استادیوم مانع این شده که سرمایه گذاری خارجی در کشور توسعه بیابد. سرمایه گذاری نوع دیگری برای رویدادهای ورزشی سرمایه گذاری خصوصی است که هدف از این گونه سرمایه گذاری کسب سودهای آنی و منافع کوتاه مدت می باشد که تأثیر مهمی در جامعه ندارد. در سرمایه گذاری جمعی مردم به شیوه مستقیم مانند کارمندان یا کارکنان دولتی و یا با شیوه غیر مستقیم مانند بازاریان به دولت مالیات میدن و دولت با بخش از این مالیات ها صرف گسترش فعالیت های تفریحی و خدماتی و یا شهرهای مورد نظر برای برگزاری مسابقات هزینه می کند و در نتیجه با ورود گردشگر و بازدید کننده سبب رونق بخش اقتصادی ورزش می شود. منابع حمایتی ورزش‌های حرفه‌ای و ورزش‌های همگانی در تقسیم بندی کلی ورزش را می‌توان به دو بخش حرفه‌ای و همگانی تقسیم نمود. یک گروه ورزشکاران حرفه‌ای و قهرمانان ورزشی مثل قهرمانان رقابت‌های ملی و یا بین‌المللی هستند. این نخبگان از طریق مالی مورد حمایت قرار می‌گیرند. ورزشی آقای شایان صداتون قطع و وصل میشه. الان بهتر بود؟ صحبت کنید لطفا. صداتون قطع و وصل میشه. صدای من میاد آیه شایگان؟ الان صداتونو داریم بفرمایید. حامیان ملی مانند شرکت‌های ورزشی و غیر ورزشی به حامیان حمایت مالی از جانب تماشاچیان ورزشی و حمایت مالی ناشی از حق پخش‌های تلویزیونی و رسانه‌های گروهی. هدف اصلی قهرمانان ورزشی برآورده کردن خواستگاران حامیان مالی خود بوده که عمدتاً تحت تأثیر خواسته های تجاری قرار می گیرند. گاهی اوقات حکومت ها نیز به حمایت مالی از ورزش های سطح بالا یا کاملا حرفه ای برای دستیابی به برای تا یک بار دیگه دستتون رو بلند کنید تا من پیداتون کنم. ببخشید نمیدونم کجای صحبت بودیم. من دوباره حامیان مالی رو از اول میگم. بله واسه همون حامیان ملی مانند شرکت‌های ورزشی و غیر ورزشی صدای من میاد آیه شایگان؟ بله بفرمایید. آقای شایگان صداتون میاد بفرمایید. حامیان مالی مانند شرکت های ورزشی و غیر ورزشی هدف اصلی قهرمانان و تحت تاثیر خواسته های تجاری آنان قرار می گیرند. گاهی اوقات حکومت ها نیز به حمایت مالی از ورزش‌های سطح بالا یا کاملا حرفه‌ای برای دستیابی به اهداف سیاسی یا اقتصادی خود به دو شیوه می‌پردازند. اولی شامل هزینه مستقیم پول و سرمایه بر روی این ورزشگاه و دیگری تسلط بر بازار نقل و انتقال یا افزایش مالیات‌ها یا کاهش آن می‌باشد.
در مقابل ورزش حرفه‌ای در پایین هرم ورزش همگانی فریهی داریم که بخشی از مردم به عنوان تماشاچی و بخشی دیگر برای سلامتی و بخشی دیگر برای گذراندن اوقات خوبی گذراند که منابع حمایت مالی این به موارد زیر است. الف دولت ها و به اختیار یا داوطلبانه بخش اختیاری بود ولی مهمترین منابع مالکیت در امور مربوط به ورزش و بدون دریافت چیزی به انجام کاری آقای شایان عزیز اینترنت تو فکر کنم مشکل داره ما صدای شما رو نذاریم کلا حکومت بخش اختیاری ورزش ها اینترنت شما مشکل داره آقای شایان یا شاید هم ایراد از هدفونتون باشه الان صدای بندر دارین آقای شایان الان صداتون هست بله حکومت و بخش اختیاری ورزش‌های تفریحی را در باز بازار ورزش حمایت میکنه ولی در ورزش حرفه‌ای دولت باید مالیاتی متنابع از مشارکت بخش تجاری در ورزش را دریافت کرده و در حمایت از ورزش‌های توده‌ای هزینه نموده تا امکان رشد بیشتر شود در حالت کلی باید دانست که ورزش مخلوط بخش دولتی اداری و بخش در مبخش قرار دارد ولی در این حال دولت باید مالیات خود را به بخش ورزش حرفه‌ای تحمیل نموده تا از این مالیات برای بهبود ورزش استفاده کند زیرا در دراز مدت فایده بیشتری برای بخش عظیم جامعه دارد حامیان مالی خصوصی ورزش بیشتر در سطح نخبگان سرمایه گذاری نموده و کمتر در سطح توده‌ای به سرمایه گذاری می‌پردازند شرکت‌های تجاری حامی ورزش دو گونه هستند شرکت‌های تجاری تولید کننده کالاهای ورزشی که به تولید کالاهای ورزشی مشغول بوده و کالاهای آنها مستقیماً به صرف بخشی می‌پردازند که بخشی را از سرمایه‌های هزینه شده توسط ورزشکاران با مصرف کالا برمی‌گردد مثل شرکت آدیداس و نایک که شرکت‌های تجاری تولید کننده کالاهای غیر ورزشی بیشتر حامی مالی ورزش‌ها از شرکت‌هایی هستند که در زمینه‌های اقتصادی یا غیر ورزشی مانند کوکاکولا و مکدونالد و غیره فعالیت دارند و به فعالیت‌های مختلف می‌پردازند. می‌خوام نتیجه‌گیری کنم از صحبتام که ورزش دیگه یک فعالیت تفننی نیست بلکه یک صنعت پررونق به خصوص در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا و چین تبدیل شده. چنانچه هر حجم سرمایه گذاری انجام شده در بخش حرفه‌ای و در بخش همگانی بسیار زیاد باشه فواید مادی و غیر مادی ورزش را نمیتوان نادیده گرفت هم از بابت منافع مادی که برای شرکت‌های تجاری سود بر است و هم بابت منافع دراز مدت و همچنین باعث افزایش سطح سلامت و تسلط و بهره‌گیری نیروی کار و افزایش اشتغال در بخش‌های ورزشی و غیر ورزشی میشه به امید روزی که سیاست‌گذاری ایران در بخش ورزشی متناسب بشه و تمام ایرانیان بتونن به اندازه مناسب به ورزش بپردازن من مایک رو رها میکنم ممنون از شما جناب آقای سپهر رضایی شایان از سخنرانیتون و موضوعی که انتخاب کردید همینطور درود و عرض ادب دارم خدمت آقای رایی عزیز که تو جلسه ما حاضر شدن خیلی ممنونم از حضورتون دوستان اگر در مورد صحبت‌های آقای رضایی شایان نظری دارن لطفا بفرمایید در غیر این صورت که بریم برای بحث آزاد بله بحث آزاد امروزمون حق اعتراض هست و همونطور که میدونید طی 3 هفته گذشته ما در ایران اعتراضاتی رو داشتیم که خب تقریبا تمام اقشار جامعه رو در بر گرفت ورزشکارانمون هم در این بین حضور داشتن چه به صورت فضای مجازی چه به صورت داخل ورزشگاه ها مثلا بسیاری از بازیکنان فوتبال ما بازیکنان پرسپولیس و استقلال با مچبندهای مشکی یا استوریایی که گذاشتن
ابراز همدردی کردم با مردم عزیزمون یا عزیزانی که اصلا از تیم‌های ملی خداحافظی کردن، اعتراض خودشون رو به این شکل ابراز کردن. اما خب در این بین بعضی از ورزشکارانمون هم هستن که خب مردم انتظار داشتن ازشون که جبهه‌گیری بهتری کنن یا حداقل سمت مردم رو بگیرن، در صورتی که این عزیزان سکوت کردن، خیلیاشون سکوت کردن و خیلیاشون اصلا سمت مردم رو نگرفتن به قول من. حالا سوال من این است که خب خیلی از این عزیزان، خیلی از این ورزشکاران معروف و نامی تحت نظر خیلی شدید امنیتی هستن، یعنی ممکنه جانشون در خطر باشه، همونطور که خانم رهایی هم عنوان کردن تو سخنانشون که بسیاری از ورزشکاران اعدام شدن تو جمهوری اسلامی. حالا حق اعتراضی که ما برای ورزشکاران، یعنی ما شهروند برای ورزشکاران میخوایم ازشون که در کنار ما باشن، موضعشون رو صریح بیان کنن، آیا باید به همین صراحت باشه حق اعتراضی که ایشون میکنن، این عزیزان میکنن، یا نه باید به هر حال جنبه احتیاط خودشون رو هم در نظر بگیرن؟ موضع ما شهروندان چگونه باید باشه؟ موضع ورزشکاران در این باره چجوری باشه؟ من این سوال رو مطرح میکنم. دوستان اگر در این باره یا در مورد اعتراض ها سخنرانی دارن بفرمایید. بله آقای رایی عزیز بفرمایید. بله، با درود به شما آقای شایگان گرامی و دوستان گرامی و سخنران گرامی. من چند تا نکته رو به نظرم میرسه. ما سال 57 هم همین مسئله رو داشتیم، از اون موقع تا حالا هم این مسئله رو داریم که راه در واقع مقابله با رژیم آیا ترک پست های خود هست، مثلا ورزشکار باید از تیم ملی استعفا بده، نمیدونم یه هنرمند از اون جایگاهی که داره استعفا بده، یا در درون رژیم بمانن در دستگاه هایی که مورد در واقع کنترل رژیم هستش، حتی اگر خصوصی هست بمانیم، یا اینکه بیایم بیرون. نظری که من قبول دارم این هستش که مردم بهتر زندگیشون رو ادامه بدن، ورزشکار همینطور در تیمای ورزشی. بعد بحثی که پیش میاد اینه که بعضیا نمیتونن از منافع خودشون به راحتی بگذرن. به عنوان مثال یه کارفرما میگه من 400 نفر دارم نونخور دارم، چجوری میتونم من بیام تو تظاهرات، منو بگیرن، این 400 نفر از نونخوردن میافتن. میبینیم که شبیه این رو ورزشکارا میتونن بگن، بعضی از هنرمندا میتونن بگن. بنابراین برمیگرده به این که چگونه عمل کنن که بتوانن در واقع به جنبش مردم کمک کنن. نظر من این هستش که همونطوری که گفتم در اون پستی که هستن تا جایی که میتوانن بمانن، اما این به این مفهوم نیستش که سازش کنن. تا جایی که امکان داره در جنبش اعتراضی مردم، در جنبش های مقاومت مردم همراهی کنن، اما این رژیم هستش که دست از سر اونا بر نخواهد داشت. یعنی ما کاری به سیاست نداشته باشیم، سیاست ورزشکار کاری به سیاست نداشته باشد، سیاست با ما کار داره. یعنی ما نمیتونیم در کشور مستبد زندگی کنیم بدون این که بخواهیم در سیاست هیچ دخالتی نکنیم، در مقاومت مردم شرکت نداشته باشیم، در فرهنگ سازش همواره توجیه کنیم که دیگه نقش ما نیست. اما این ظرافت میخواد دیگه، به اضافه این که جنبش عمومی فقط تظاهرات خیابونی نیست، نمیشه فقط با تظاهرات خیابونی در واقع جنبش رو خوابون. گفتگوهای دموکراتیک یکی از وسایل هست، با خود کسانی که در درون دستگاه ها کار میکنن، انواع اقسام روش های مقاومت مدنی روش دیگه هست، اعتصابات عمومی هست که کمر رژیم رو میشکونه. بنابراین
میگم دیگه، حقوق یکی از خواسته های حقوق اینه که اندازه شناسه، اندازه رو میشه گشت پیدا کرد که من کجا میتونم عمل کنم، کجا نمیتونم، اونجایی که میتونم عمل کنم عمل کنم. این عمل کردن جای مشخصی نداره، همه جا جای مردم هست برای عمل کردن، حتی داخل خانواده. خود من در سال 57 در داخل خانواده های ما بحث و گفتگو بود، یک عده‌ای دفاع می‌کردن از رژیم سلطنت، یه عده‌ای دفاع نمی‌کردن، یه عده‌ای راه‌حل‌های وسط رو می‌دادن. خلاصه صحبت این است که ببینید، آقای رسول خادم یک نکته جالبی رو در مورد کشتی گفت، گفتش که در این وضعیتی که ما داریم با این سرمایه که میدن، ما در وضعیت خیلی انتظار نداشته باشیم اول دنیا بشیم، 15 16 هم دنیا باشیم. اون موقع که این حرف زد رئیس فدراسیون بود. بنابراین میبینیم که ما ورزشکارهای ما، هنرمندهای ما با امکانات محدود، با فساد و بخور بخور زیادی که در فدراسیون ها هست، یا حتی این پولی که اسپانسرها میدن معلوم نیستش که هم به خرج ورزشکارها بشه مگر به صورت مستقیم صرف حقوق بره. اینها همه نشان میده که کار پیچیده ای است مبارزه با استبداد. این که چگونه عمل کنن، یادتون میارم با یک گفتگویی که دانشجوها در سال 58 داشتن با آقای طالقانی، آقای طلا طالقانی، از آقای طالقانی پرسیدن ما چه کار کنیم. آقای طالقانی یه جوابی بهش داد که هنوزم اون جواب صحیحه، گفت شما هستید که به اصطلاح در دانشگاه میدونید چه کار باید بکنید، نه من به شما بگویم. شما میتونید تشخیص بدید در اون کاری که دارید میکنید کجا میتونید درست عمل کنید. این من که من نمیتونم به شما بگم، برای اینکه من تخصصی توی کار شما ندارم، من محیط شما رو نمیشناسم. پس لازمه به این نکته توجه کنیم که میتوان مقاومت کرد، جاهایی حتما لازم مقاومت بکنیم، جاهایی هستش که یک نوع شرکت و ماندن خود چیز هست، خود کمک میکنه به روحیه ملی. یه ورزشکاری که میره میبره این به روحیه ملی کمک میکنه، این نشان میده که ما میتوانیم، توانستن و ناامید نشدن خود یکی از کارهای مثبتی است که برای یک جنبش میشه کرد. یک هنرمندی که میتونه با یه شعر در این مقاومت شرکت کنه و شرکت نکنه به این علت که من باید نون بخورم و معلوم نیست این جنبش به کجا میرسه، اینجا ایراد داره. این نکته دیگه که لازمه توجه کنیم این استش که همه به اندازه هم تاثیر نمیذاریم. آقای رای عزیز عذرخواهی میکنم واسه صحبتتون، اجازه بفرمایید دوستان دیگه هم صحبت دارن. بسیار عالی، خیلی ممنون. بعد به حرف شما دوباره برمیگردیم به سخنان شما. فقط دوستان این محبت کنن صدقه رو رعایت کنن. خانم رهایی عزیز بفرمایید. ممنون از وقتی که دوباره در اختیار من قرار دادیم. ببخشید من این خورده صدام گرفته، سرما خوردم. درسته، حالا موندن و مقاومت مهمه، ولی اینکه باید حالا ورزشکاران که ما تو ایران میبینیم ورزشکاران مثل علی کریمی که الان طرفش معلومه، طرف مردمه، حالا فراخوان‌هایی که میده به صورت یک رهبر میدانی داره عمل میکنه و الان یک مرحله مهم تاریخی تو کشور ما که حالا مخصوصا ورزشکارانی که مردم دوستشون دارن باید طرفشون رو مشخص کنن و الان میتونن به عنوان رهبرای میدانی عمل کنن. یعنی اینکه بی طرف باشن یا بمونن بگن خب ما حالا صبر کنیم ببینیم چی میشه، این درست نیست. نه اینکه استعفا بدن یا حالا هر چیزی، ولی موندن تو اون جایگاهشون هم باید مشخص کنن برای حکومت، نشون بدن که طرف مردم هستن یا طرف حکومت. اگر میخوان دفاع کنن از سمت مردم تو اون جایگاهشون بمونن، مثل خیلی های دیگه که الان موندن و دارن اعلام میکنن طرف مردم دستگیر شدن، حالا مردم با شورشی که میکنن حالا یا آزادشون میکنن، اعترافات اجباری ازشون گرفته میشه، ولی باز مردم میدونن که اینها سمت کدوم سمت وایستادن. این الان خیلی مهمه که همه ورزشکاران، چون حالا کمیته ورزشکاره، من اینو میگم، وگرنه تو همه جایگاه‌های مهم الان این خیلی مهمه که طرف برای مردم مشخص بشه. بی‌طرفی الان واقعاً یک وضعیت مسخره‌ای که یکی بگه خب من سیاسی نیستم، تو ایران همه چیز سیاسیه،
همه چیز تو ایران سیاسیه و طرف باید الان مشخص بشه به نظر من. مرسی. نه نظر شما بانو رهایی عزیز عرفو درست میفرمایید، الان بی‌طرفی دیگه وجود نداره، همه باید موضع خودشون رو مشخص کنن. آقای حسن‌زاده عزیز میشنویم شما رو. خیلی ممنون، وقت بخیر مجدد خدمت همکاران و مهمانان عزیز. من برمیگردم به همون جمله خودم، اتحاد. ببینید توی مسئله دفاع از حقوق بانوان توی ورزش، اینکه یک دختر خودسوزی میکنه، خب دل همه به درد میاد که چرا باید یک جوانی که هنوز به سن جوانی هست بخواد یه همچین اقدامی رو از روی زور، از روی فشاری که جامعه بهش آورده، حتی والدینش بهش آوردن، یه همچین اقدامی بود. اگر بنده مسئول ورزش بودم یا اگر بنده جزو نفراتی بودم که هر روز به استادیوم ها میرفتم، من به عنوان یک مرد، یک جنس مخالف با اون زن، باید اتحادم رو به این شکل نشون بدم. موقع که یک دست باشه علی کریمی، همه فلش ها به طرف علی کریمی میده، ولی موقع که علی کریمی ها، علی دایی ها، وریا غفوری ها، اینها با هم باشن، هیچ کس دیگه نمیتونه جلو دارشون باشه. به عنوان یک مرد من تحریم میکنم تا زمانی که بانوان توی ورزشگاه نیان، منم نمیرم ورزشگاه. این به این شکل میشه اتحاد. ما اقشار زیاد و تاثیرگذاری داریم، اونقدر که بازاریان تاثیرگذارن توی این انقلاب آتی، اونقدر که سلبریتی های هنر و ورزش تأثیر گذارن، شاید قدمی که اینا ور میدارن نسبتاً هزار قدم بالاتر از اون کسانی باشه که کف خیابونن. به این توجه کنید. یک کلام از علی دایی، یک کلام از مهران مدیری. ببینید خیلی از هنرمندامون، خیلی از ورزشکارامون متهم به این بودن که عوامل نظام جمهوری اسلامی هستن تو اون حوزه، ولی الان صدای اونا هم در اومده. اون باز هم میتونه تعبیر بشه دوگانه، یا طرف مردم شدن و همصدا با مردم شدن، یا حزب بادن. یعنی یه جوری فکر میکنن مردم الان غلبه بهتری دارن بر موارد و روز به روز به جمعیتشون اضافه میشه و میخوان یه آینده به هر حال برای شغل خودشون متصور باشن و بمونه. به این شکل به نظر من چه عملی بعد؟ بله، اتحاد حرف یکی رو میزنه و کسی نمیتونه جلوی اتحاد بگیره و یک نفر رو متهم کنه، به جوخه اعدام بکشونه یا اینجوری اموالش رو مصادره کنن و غیره. اتحاد حرف اول آخر رو میزنه بین تمام اخشار. ممنونم از شما که بنده وقت. ممنون از شما آقای حسن‌زاده عزیز. درست میفرمایید اتحاد خیلی مهمه در تمامی بخش ها. حالا ما چون تو کمیته ورزش هستیم، ما عمده بحث و راجع به ورزشکاران بود، ولی خب در همه حوزه ها اتحاد خیلی مهمه. آقای مصطفانی های عزیز بفرمایید. سلام و درود خدمت دوستان و همکاران عزیز. ببینید ما یه زمانی توی کشورمون در واقع اعتراضات مدنی داشتیم و حالا مردم سعی میکردن که از طریق صندوق رأی یا تظاهرات مسالمت آمیز خواسته های خودشون رو تحمیل بکنن. اما به نظر من از سال 98 و اتفاقاتی که توی اون سال افتاد دیگه همه چی کلا اصلا بازی عوض شد. به نظر من از اون تاریخ به بعد ما دیگه در واقع اون چیزی که ما رو به خواستمون میرسونه مطالبات کاملا واضح و رادیکاله. من به شخص اعتقاد دارم دیگه الان زمان این نیست که کسی بخواد بگه که حالا این، در واقع اگر کسی بخواد بگه من به خاطر منافع خودم یا اگر که من رو بگیرن مثلا فران اتفاق برام میفته، داره خیانت میکنه به کشور و مردم. ببینید همین امروز شما اگر که شبکه‌های اجتماعی رو نگاه کرده باشید، ما دیدیم که خانم باردار رو کتک زدن، بچه 7 ساله رو کتک زدن، بسیاری از آدم ها تو ماشین بودن شلیک کردن. من نمیدونم شما دیدید یا نه، یه ماشینی بود که کلن روش خون پاشیده بود. وقتی که ما با یه همچین شرایطی مواجه هستیم، ببینید اون بچه‌ای که
ما میدونیم کسایی که گرفتن میگن میانگین سنیشون 15-16 ساله، یعنی به ازای هر کسی که بالای 18 ساله باید یک نفر هولوش 12 سال هم گرفته باشن که این میانگین جور در بیاد. ببینید این بچه ها یه آینده جلوشونه. خب اون وقتی که این شخص از جون خودش میگذره، از خواسته های خودش میگذره و میاد کف خیابون، مال و ثروت و کارخونه و نمیدونم اون در واقع محبوبیت ورزشی که یک ورزشکار داره در مقابل جون و آینده اون آدم واقعا ارزشی نداره. ببینید الان دیگه صحبت این نیست که ما در آستانه این هستیم که بخوایم حکومت رو عوض کنیم. به نظر من هر ورزشکار، هر شهروند، هر ببینید ما توی سال گذشته کلا می‌دیدیم که همش اعتراض بودن مردم، بازنشسته‌ها میومدن، کسایی که توی مؤسسات مالی ثروتشون رو از دست داده بودن، داستان متروپول. ببینید الان دیگه وقت این نیست که ما بخوایم خواسته های شخصی خودمون رو در واقع مقدم بدونیم بر خواست ملت. من به شخص اعتقاد دارم که هر کسی هر در واقع میتونه دستاوردی هم داشته باشه با ادامه حکومت اسلامی موظف به عنوان ایرانی از حق خودش بگذره و شرکت بکنه به توی این اعتراضات و به هر نحوی که میتونه. من این رو میپذیرم که همه نمیتونن یک جور اعتراض بکنن و بیان وسط خیابون، اما هر کسی به هر نحوی که میتونه باید این کار رو انجام بده. من حرفم تمام شد، ممنون از اینکه به من وقت دادید. ممنون از شما آقای مصطفی. از نظرتون البته من یک موضوعی رو عنوان کنم، اون چیزی که تو فضای مجازی البته بودش، من نقل قول میکنم که شب قبل از بازی تیم‌های پرسپولیس و حالا یادم نیست اون یکی تیم مقابلش چی بوده، بازیکنان پرسپولیس به جهت اعتراض به بازداشت حسین ماهینی نمیخواستن بازی کنن و این رو اعلام هم کرده بودن. یکی از بازیکنان، یکی از همتیمی هاشون این موضوع، حالا هم میشناسینشون، یک نفر که حالا من اسمشو نمیارم، یکی از اون بازیکنان این موضوع رو به نهادهای امنیتی لو میده و همون شب نهادهای امنیتی تا پاسی از شب این بازیکنان رو و مربیانشون رو بله با تراکتور سازی، درسته با تراکتور سازی بود، درسته. خب حالا بحثینه، ببینید عده‌ای میخوان همراهی کنن، یه عده‌ای هستن که مخالف این ماجرا، ببینید نمیتونیم، نمیدونم باید چی کار کنیم. مثل من این الان باید این کسانی که همراهی میخوان بکنن آیا باید واقعا جونشون کف دستشون بذارن، مثل این دوستمون که فرمودن آقای مصطفی‌نیا که یک سره برن تو دل ماجرا، یا اینکه نه اعتراضات مدنی کنن. بسیار خوب، آقای انصاری نژاد بفرمایید، شما رو میشنویم. دوستان میکروفون باز شد، ببخشید من یه لحظه متوجه نشدم، عذرخواهی میکنم جناب شاید. عرض خسته نباشید مجدد. با توجه به یه نکته‌ای فکر میکنم اگر این سوالتون رو مطرح میکردید خب باز بهتر بشه نظر داد، که آقای خامنه‌ای هم اومد تو سخنرانیش اعلام کرد که نظر سلبریتی ها و این همون لحنی که دیگه خودتون مستحضر هستید که حالا این کار رو انجام بدیم، جوان ها رو، نوجوان ها رو یه تنبیه بکنیم و حالا سلبریتی ها رو میسپاریم به قوه قضاییه. یعنی اومد یه جوری از سر خودش رفت کرد قضیه رو با یه سیاستی، در خصوص این که شما میفرمایید موضع ورزشکاران باید چجوری باشه. منم کاملا با نظر دوستان موافق هستم، موضع ورزشکاران کاملا باید مشخص باشه. وقتی دختر 15 ساله و 14 ساله داره میاد کف خیابون، دیگه چه توجیه ما میتونیم داشته باشیم که ورزشکارامون یا هنرمندان، حالا اینجا کمیته ورزشی میگیم، ورزشکارامون
چه توجیهی میتونیم داشته باشیم که حالا کسانی که ویترین مردم هستن، الان کسانی که بلنگوی مردم هستن، حالا یه آدم عادی هر چی بیاد فریاد بزنه شاید کسی نشنوه، ولی علی کریمی صحبت میکنه خب میبینیم چقدر باستا پیدا میکنه، علی دایی یا وریا غفوری یا حسین ماهینی توی تیم یا سروش رفیعی، ولی میتونه شدت و ضعف داشته باشه. قطع به یقین من فکر نمیکنم دیگه حکومت بتونه به امثال علی دایی و علی کریمی یا وریا غفوری بیاد حکم اعدام بده یا حکم زندان بده، چون واقعا الان فضا فضایی شده که دیگه مردم اینها این چیزها رو بر نمیتابن وقتی میبینن که در مقابل قتل مظلومانه مهسا امینی این همه بانوی شجاع در صف اول و دختران نوجوان شجاع و در کنارشون مردان و نوجوانان پسر شجاع میان اعتراض میکنن، خب قطع به یقین اونها هم باید موضع خودشون رو مشخص کنن. ولی خب چیزی که اینجا به نظر من امیدوار کننده است اینه که الان دیروز توی بازی پارس جمع جنوبی تو لیگ یک، نه توی لیگ آزادگان، مثلا دروازه‌بان پارس جمع جنوبی روی بازوبند کاپیتانیش اسم مهسا و حدیث رو نوشته بود، یا بازیکنای پرسپولیس مچبند مشکی بسته بودن، یا خود آیگل محمدی سرشو تراشیده بود، جواد نکونا مشکی پوشیده بود. حتما اعتراض این نیست که بیایم مستقیم به نظام حمله کنیم که از همه توقع داشته باشیم که بیان همه چیز رو زیر پا بذارن. هر آقا اعتراض باید باشه، این تو شکی نیست، از جانب همه دیگه سکوت جایز نیست، اما هر کسی به فراخور خودش میتونه به یک نوع اعتراض بکنه، چون اگر که اعتراض ها گسترده باشه قطع به یقین فکر نمی کنم که حکومت بتونه برای تک تک این اعتراضات حکمی رو صادر کنه. خیلی ممنون که فرصت رو در اختیار ما گذاشتید. ممنون از شما. دقیقا منم همچین نظری رو داشتم، خواستم اعلام کنم که شما کاملتر توضیح دادید. آقای رایی عزیز بیشتر شما رو علی خیلی ممنون. میبخشید من دفعه پیش زیاد صحبت کردم، نمیدونستم قرارتون که 3 دقیقه صحبت باشه. خواهش میکنم. ببینید دو تا مسئله است، یکی این که استعفا دادن رو میگم. سال 57 این اشتباه شد، اول روح الله خمینی گفت از ارتش رو تخلیه کنید و اینا، و بعد نقد شد که بابا این نیروهایی که تو ارتش هستن میتونن اثر بذارن رو ارتش. صحبت اینه، استعفا دادن اشتباه است، اما هر کسی لازمه از حقوق دفاع کنه، هر کسی لازمه بگه. مثل ببینید شجریان سال 88 یادتون میاد گفت مردم هم میگین خس و خاشاک، منم خس و خاشاکم. این یک برخورد حقوقی بود، اثرش خیلی زیاد بود. همینطور درست میگن دوستان ما علی کریمی موقع که حرف میزنی، علی دایی مثلا اومد گفتش که با من چجوری میتونم دختر خدا هم بفرستم تو خیابون، چه اطمینانی. این حرف اثر داشت، خیلی اثر کرد. پس بنابراین واقعیت اینه که حقوق رو نمیشه ازش صرف نظر کرد، اما همینطوره بعضیا مقاومتشون خوبه بعضیا کمتره، ولی یک گفتگوهای اجتماعی رو لازمه بهش جهت بدیم. آقای کریمی که میاد دفاع میکنه اگر من چیزش کردم تنبیش کردم، یا شجریان رو تنبیش کردن چون گفت آثار منو در تلویزیون پخش نکنی، ورزشکارهای دیگه، هنرمندای دیگه ادامه بدن، اگر تک گیر بیارم میزنی. خب لازمه که این قرار اجتماعی رو با هم داشته باشیم. آقا این موقع که میگه شما اراذل اوباژن رو چیز علی خامنه‌ای، در مقابل علی خامنه‌ای گفت من مردمم، یعنی چی که اینا چیزن؟ بس لازمه توجه داشته باشیم این رویه مردمی خودمون رو با یک استراتژی مناسب انجام بدیم. اگه پراکنده عمل بکنیم خب میزنه، اگر بخوایم حساب رو از قبل نشون بدیم میزنه، ولی موقعی تمام ایران رو محل عمل میدونی مشکل حله. نکته دیگه این تصور رو بکنیم که ببینید در اشتباهی که قبلا کردیم الان در دوران بعد از تجربه هستیم، این که من میمانم از درون کودتا میکنم غلطه. این فکر حزب توده میخواست این کارو بکنه، لیست تمام توده‌ای ها رو امریکایی ها دادن، یه شبه اومدن همه توده‌ای ها رو جمع کردن. بس این توجه داشته باشیم، ارباب نوکر خودش همیشه میخواد قوی تری نگه داره. اینها استبداد غیر وابسته وجود خارجی نداره، این رژیم وابسته است بهش میرسانن، میخوان این نوکره قوی بمانه. پس بنابراین این تصور که من میتونم از درون کودتا کنم نیست، اما من میتوانم در درون فضای دموکراتیک ایجاد کنم.
دو نوع، ما یک اشتباهی که کردیم اینه که اون ما که نه، اونه که اشتباه کردن در واقع خواستن دستگاه های رژیم پهلوی رو جایگزین کنن با دستگاه های جدید. خب برای اینکه شما دستگاه های قدرت رو بخوان جایگزین کنین، نیروی زور بیشتری لازم دارین دیگه. پس بنابراین زور بیشتر تخریب بیشتر هم خواهد بود. به این علت که رژیم ولایت فقیه تخریبش از رژیم پهلوی بیشتره. اما روش دیگه وجود داره. همواره لازم همه ارگان ها بنیاد های رژیم رو از درون دموکراتیزه کنیم. این اون رژیم رو آب میکنه. از درون دموکراتیزه کردن یعنی این که من کارمندم، دارم کار میکنم، اما همکار منو میکشم که من نمیتونم ساکت باشم، حق منه. میگه خس و خاشاک، خس و خاشاک نیست. هم حقوقش قطع میکنی، من که نمیتونم واسم تماشا بکنم، من تو این اداره میمانم اما کار نمیکنم، یا نمیدونم فلان روش رو انتخاب میکنم، میام نمیگذارم که تصمیم گیرنده ها نظرشون اجرا بشه، یه برنامه دیگر پیاده میکنم و خیلی انواع اصلا صحبت های دیگه. اینا ببینیم ما در دوران بعد از تجربه هستیم. جنبش اخیر ضعف داره از خودش نشون میده. هرچی هم مردم گسترده تر بشن، این ضعف ها سر جاش باشه، مشکل حل نمیشه. شعار دموکراسی لازمه داده بشه. حقوق لازمه که گفته بشه که من از حقوق انسان دفاع میکنم. لازمه گفته بشه استقلال میخوام. دخالت تو کار من، نه قدرت داخلی، نه قدرت خارجی، هیچ کس نکنه. من خودم تشخیص میدم. من لازمه بگویم جدایی نهاد دین از نهاد دولت. اینا همه تو این جنبش سر صداش نیست. پس بنابراین زن زندگی آزادی خیلی خوب، نمیدونم نه رژیم سلطنتی نه رژیم ولایتی، درست، خیلی سر جای خودش، اما ضعف ها رو لازمه به دقت بررسی کنیم. این گفتگوها سلاح ماست، استراتژی های مردمی رو تعیین کردن سلاح ماست، ضعف رژیم رو نشون دادن سلاح ماست، نیروهای نقطه های قوت خود رو تقویت کردن سلاح ماست، ضعف ها رو گفتن، مثل که مرگ بر مرگ بر مرگ بر، بعد اون طرف مخالف اعدام، این تناقض ها رو گفتن سلاح ماست. پس به هیچ وسیله از وسیله ها استفاده میدم. من وامیستم رژیمی که من میخواد من بندازه بیرون، بندازم مقاومت میکنم. موقعی که من میگم مقاومت، راهی ندارم جز مقاومت. چرا؟ به این علت که منم که حاکم بودم اینا کودتا کردم، حاکمیت رو از دست من گرفتم. من چیزی نمیخوام که، من حکومت خودم میخوام. شمایی که باید انعطاف به خرج بدی، بیای به نفع مردم، به نفع حاکمیت مردم. این که نمیدونم علی خامنه‌ای برادر خودش تو شرکت نفت بگذارد، مردم حق امام است، مزخرف. این مصادره کردن ثروت مردمه. این که نمیدونم من از طرف خدا آمدم و اینا، هم چیزی نیست. خدا میگه پیغمبرت هم جایز الخطا است. تو هم مردمی هستی مثل مردم دیگه. به موقعی که میگه به مردمش، تو نمیتونی مردم رو عوض بکنی. موقعی که پیغمبر نمیتونه عوض کنه، توی ولی فقیه چی میخواد؟ بنابراین لازم این گفتگوها گسترده پیدا کنه، نشان داده بشه که ما توانا هستیم و رژیم اون چیزایی که اسمش گذاشته توانایی، همه ساختگی ذهنی هستش. مرسی، خیلی ممنون. نظرت شما، البته من فکر کنم، البته من اینطوری متوجه شدم که همه، فرض کنیم ورزشکاران پشت هم در بیان، اگر یه دونه علی کریمی هست اون یه دونه رو میذارن، ولی اگر ده ها علی کریمی باشه قطعا رژیم نمیتونه همه رو سرکوب کنه. ولی خب این وسط چطور میشه اینا رو با هم متحد کرد؟ یعنی ما یه همچین فرهنگی متاسفانه نداریم تو بین خودمون، یعنی حالا ورزشکاران بین خودشون، هنرمندان، کسبه و غیره. خانم رهایی میشنویم شما رو، بفرمایید. تشکر از وقتی که دوباره در اختیار من گذاشتید. این دقیقا میخواستم من همین رو بگم که الان این رژیم یه درد مشترکه، مثل فرض کنید یه قده سرطانی. یک، هیچ وقت ما نمیتونیم بگیم آخونده وطن فروش، چون اینا وطنشون ایران نیست، اینا اشغالگرن، کشور ما رو اشغال کردن. یعنی این یک درد مشترکه که همه این اصناف و اقشار جامعه هیچ وقت جدا جدا نمیشه و نمیتونه کسی اینها رو برداره. الان زمانشه که همه با هم پشت به هم باشن، فرهنگی، ورزشکار، هنرمند، همه باید. بازاری، الان اعتصابات بازار مخصوصا بازار تهران خیلی مهمه. یعنی اگه اعتصاب ادامه داشته باشه، همه متحد بشن، اون زمانه که میتونیم این قده سرطانی رو برداریم.
یعنی این نیست که خب حالا بگیم هر کدومشون، آقای حسنزاده حرف خوبی زدن، اگه یه علی کریمی باشه همه اون پیکان ها سمت اونه، ولی اگه 80 و چند میلیون ایرانی پشت هم باشن، همه دنیا، شرق، غرب، اروپا، همه منفعتشون میبینیم که این رژیم اگه خاورمیانه بمونه، حتی آمریکا، ولی اگه همه دنیا ببینه، حداقل به خاطر مردم خودشون که به مردمشون بگن ما اینطوری نیستیم که پشت این رژیم باشیم، اگه همه ایران پشت هم باشن، همه دنیا میاد جلوی اینا وای میسته و دیگه نمیتونن کار کنن. الان زمانیه که متحد بودن شرط اوله، یعنی فرهنگی همه اقشار باید بیان و جلوی اینها وایسن و مردم کف خیابون دارن جونشونو میدن، ورزشکار هم باید هزینهشو بده، هنرمند هم باید هزینهشو بده، باید اگه شده باشه شغلشو از دست بده باید بده. الان جام جهانی که در پیش هست، اگه تیم ملی مردم ایرانه نباید برن، به نظر من باید همشون با هم استعفا بدن نرن. اگه تیم ملی حکومت آره میتونن برن، ولی اگه به خاطر مردم ایران، الان شرایط مردم ایران خیلی فرق میکنه. الان مردم ایران منتظر این که اینا برن توی جام جهانی برنده بشن نیستن، هدف مردم ایران الان یه چیز دیگه است. ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. ممنون از شما آقای مصطفی‌نیا، بیشتر شما رو ممنونم که دوباره من وقت دادید. من خیلی برام جای سواله که نمیخوام بپرسم، یعنی ما واقعا چقدر دیگه باید وقت بدیم، هزینه بدیم تا جمهوری اسلامی بتونه از داخل دموکراتیزه بشه؟ من این نگاه رو زیاد درست نمیدونم. ببینید اصلا حالا شما یه بحث اعتراضات و اتفاقات اخیر رو بذارید کنار، ما دیگه اصلا کلن چیزی از کشورمون نمونده که بخوایم وقت بدیم که این حکومت از داخلی اتفاق خوبی براش بیفته. ضمن اینکه بحث دیگه اینه که خب ما شعارهایی که مردم میدن، پلاکاردهایی که مردم تو تظاهرات حتی خارج از کشور دستشون میگیرن، ما انواع و اقسام طیف‌های مختلف در واقع دموکراسی و آزادی‌های بنیادی انسان رو میدیدیم که توی شعارهای معترضا هست. من این رو اصلا درست، این گزاره درستی نمیدونم که بخوایم بگیم معترضا فقط در واقع دارن در مورد آخوند باید گم بشه صحبت میکنن و هیچ خواست منطقی دیگه ای ندارن. این یه بحثیه. یه بحث دیگه به نظر من اون چه که در واقع ما باید انجام بدیم و از ورزشکار خودمون توقع داشته باشیم. ببینید با حکومتی که 40 ساله برای تحقیر کشور اسرائیل مقابل ورزشکارهای اسرائیلی بازی نمیکنه و این رو یه ابزاری میدونه برای اینکه بخواد در واقع این مسئله رو همیشه توی سطح بین الملل زنده نگه داره که آقا مثلا اسرائیل مخالف رفتارهای انسانی داره انجام میده و در واقع حکومت غاصبی از این تاکتیک استفاده میکنه، اتفاقا به نظر من با این افراد، با این حکومت دقیقا باید همینجوری برخورد کرد. اگر ورزشکاری استعفا بده، اگر به طور مثال فرض کنید تیم ملی ایران با فوتبالیستاش استعفا بدن، یا ورزشکارهایی که میان خارج برن اعلام پناهندگی بکنن و جمهوری اسلامی رو به رسمیت نشناسن و به گوش جهانیان برسونن که آقا ما به عنوان ورزشکار این کشور نماینده حکومت نیستیم، ما نماینده مردم ایران هستیم، به نظر من در مقابل همچین آدمایی باید مثل خودشون برخورد کرد. اگر خشونت میکنند باید باشون همونجوری برخورد کرد، اگر تحقیر میکنند همونجوری باید برخورد کرد و این به نظر من کار درستیه. ممنون از وقتی که به من دادید. ممنون از نظر شما آقای حسنزاده عزیز. بیشتر شما رو. بله دوستان خوشبختانه هم عقیدن. چیزی که مسلم هست این که یک اعتماد به نفسی هنوز لازم آقای مصطفی‌نیا یا خانم بهایی، من صحبت شما رو که شنیدم به این نتیجه رسیدم که یه اعتماد به نفسی هنوز بین اقشار مختلف لازمه. فقط یه سوال از همه جمع دوستان میپرسیم، اگه ما الان از هنرمندان اسم ببریم کسی ایراد به ما میگیره تو قانون؟ من فکر نمی کنم. شما خودتون محدود نکنید به ورزشکاران لطفا. اینجا خودمون باید یه کمی سطح آگاهیمون رو بالا ببریم، سطح عقیدمون رو بالا ببریم. شما تو کمیته ورزش هستین که هستین، در مورد هنر حرف بزنید، چه اشکال داره؟
موضوعات بحث آزاد اصلا به اینجا نمیکشه که ما خودمون محدود کنیم به کمیته ورزش. یه نکته. نکته بعد در مورد همون اعتماد به نفس. حتما شما هم شنیدین که از 10 نفر ایرانی یه نفر جاسوس جمهوری اسلامی. خب اینا خیلی ها میگن. حالا شما قبول کنید بگید آه به فرض که مثلا یه همچی چیزی باشه، 9 نفر آدم عاقل و بالغ از یه نفر آدم باید بترسن به نظر شما؟ الان این 9 نفر تحت تأثیر اون 1 نفر، همون مثال که آقای شایگان عزیز زد، یه فوتبالیست که سابقش هم مشخصه میاد اخبار و اطلاعات تیم رو به بالا، الان هم استقلال داره از این بازیکنان، هم پرسپولیس داره، طرف آره جالبه تو این اعتراضات یه ادکاری انجام نمیدن، سکوت میکنن، مورد انتقادن، این طرف روک و پوسکنده رو داره از نظام جمهوری اسلامی ایران ولایت فقیه حمایت میکنه. چرا؟ چون جایگاه تیم ملی رو میخواد. چرا؟ چون سال جام جهانیه و کسی که میره جوی جام جهانی هزارها دلار و یورو پاداش اقتصادی داره برای اون تیمش و برای اون شخص، حتی از گروهشون برن بالاتر که دیگه بهتر. ببینید این عدم اعتماد به نفس بین مردم الان باید این روشن بشه و درست بشه. من خون حتما من باید دخترم رو از دست بدم تو خیابون تا ضد جمهوری اسلامی ایران بشم؟ نه. الان مادرهایی هستن با مادرهای داغدار. بله اصلا چیزی نیست، مهدی ترابی من گفتم، حالا آقای شایگان شاید نظرشون کس دیگه بود چون من تو جریان این خبر نبودم، ولی مهدی ترابی کسیه که ولایت فقیه سنگش رو سینه نمیزنه. ما باید مهدی ترابی رو به طرف خودمون بکشونیم و این اعتماد به نفس رو به تیم بدیم که تیم یکی بشه. یکی مثل حسین ماهی چرا باید دستگیر بشه؟ یکی مثل علی کریمی چرا باید اموالش مصادره بشه؟ خود مردم رفته بودن پلوم شهرداری رو که توی رسانه ها زده بود، خود مردم رفته بودن در خونه علی کریمی پلومش کنده بودن. این یعنی شجاعت، این یعنی دلیری، این یعنی اعتماد به نفسی که باید برگرده. من نظرم اینه و ما نباید از اون 1 نفر بین 10 نفر اون، حالا به فرضی که درست باشه نه، نباید از اون 1 نفر به ترس اون تحت تاثیرش باشه. ممنون از شما. ممنون از شما آقای حسن‌زاده عزیز. آقای رضایی شایان بفرمایید. ممنون که این وقت در اختیار من قرار دادید. پیرو به فرمایشات آقای حسن‌زاده، میخواستم اول اینو بگم که یک سری اشخاص چون بالاخره توی بدنه هستن، مثل ترابی یا مثل خیلی از اینا، اونایی که توی بدنه میرن، اونایی که توی دانشگاه امام صادق میرن، اونایی که توی دانشگاه امام حسین میرن، از نظر روحی و روانی یه جوری برین واش میشن که واقعا با هر دلیل و منطق و برهانی نمیشه اینا رو کشون سمت عقل و واقعیت. در نتیجه به نظر من این کار میتونه اتلاف وقت باشه، یعنی باید کلن کسایی که نیو جنریشنن، یعنی تازه وارد این نسل شدن، رو به سمت خودمون بکشونیم تا به سمت اونایی که برین واش شدن. و موردی که خودم میخواستم ذکر کنم اینه که الان به نظر من باید تمام ایرانیان خارج از کشور که خانم راهی فرمودن یک دشمن مشترک دارن، شورای انقلابی شکل بگیره که از هر حزبی، چه مجاهد، چه سلطنت طلب، چه چپ، چه راست، چه امپریالیسم، چه سکولار، توی این شورای انقلاب قرار بگیرن و برای اون رفراندوم سفید آماده باشن. و این کار اگر دولت‌های غربی، چه آمریکا و کانادا، چه پارلمان اروپا ببینه، میتونه تداخل به قولی بشردوستانه توی ایران بکنه و این دشمن مشترک همه ایرانیان خارج از کشور رو از بین ببره کامل. ممنون که این وقت در اختیارم قرار دادید. ممنون از شما. البته خانم رهایی منظورشون دشمن مشترک خارج ایرانی های خارج نشین نبود، کلن ایرانی ها رو منظورشون بود. آقای رهایی عزیز استفاده میکنیم از صحبت شما. بسیارین، خیلی ممنون. ببینید من با یک نقدی دارم به صحبت یکی از دوستای ما، اسمشون رو الان نمیبینم، که گفتن نه ما دموکراتیزه بخوایم بکنیم وقتمون میره و پیر میشیم و معلوم نیست. نه، دموکراتیزی کردن یه کار دائمی است.
این رژیم باشه در مردمی که دارن تو این رژیم کار میکنن، تو بخش خصوصی یا دولتی دارن کار میکنن دیگه، لازمه توی اون رژیم سهم دموکراتیک خودشونو بازی کنن، نکنن خلأ ایجاد میشه که اون خلأ رو قدرت پر میکنه. این کار دائمی است، ربطی به روش مبارزه نداره. زمانی که فضای دموکراتیک مردم یک جامعه زیاد میکنن، فضای استبداد برای رژیم کم میکنن. این یک در واقع قسمت بیرون کوه یخی دولته، قسمت پنهان کوه یخی خود ما مردم هستیم. نکته دیگه رو در رابطه با خانم رهایی گفتن، اگه تیم ملی مال مردم باشه خیلی خوب، ولی اگه مال رژیم باشه نباید شرکت کنن. نه، مشکل اینجاستش که تیم ملی مال ملته. این رژیم غاصبه، این رژیم آمده حاکمیت مردم رو دزدیده و همه چیز به اسم خودش کرده. بنابراین فکر کنید یه ورزشکار میره قهرمان میشه، متا قبول نمیکنه پرچم جمهوری اسلامی دور خودش بدوه، چه اثری خواهد گذاشت؟ ولی اگر بره بدوه دور چی، خب اون ورزشکار است که این اشکال اشتباه داره میکنه، این پرچم مال اون رژیم مردم ربط نداره. که این پرچمی که گذاشتن، اون گنبدی رو که مثلا الله گذاشتن، خود خمینی انتخاب کرده، رأی گرفته از مردم، نه قبل شیر خورشید گذاشتن، مردم رأی گرفتن یا نه. زمان نادرشاه اون پرچم شیر خورشید ما داریم، کی رأی گرفته معلوم نیست. پس حاکمیت مردم لازمه یه رفراندوم بشه. برای چیز؟ برای اون نشانه های ملی. اما توجه داشته باشیم که ما همه چیز مال ماست، ثروت این مملکت مال ماست، سیاست این مملکت مال ماست، دین این مملکت مال ماست، اعتقادات مردم مال ماست. پس بنابراین ما 4 میدان مبارزه داریم: میدان مبارزه اقتصادی، میدان مبارزه اجتماعی که ورزش هنر هم جز بشه، میدان مبارزه سیاسی و میدان مبارزه فکری. میگه من ولی فقیه هستم، مردم رأی ندارم، جواب داده میشه. تو دین خودت، این رنسانس دینی رو لازمه به عنوان مقابله بپذیریم. آقا تو دین خودت پیغمبر نمیتونه مردم رو عوض کنه، میگه تو مسئول عوض کردن مردم نیستی، تو جایز الخطایی مثل مردمی. در خود قرآنت هست که پیغمبر اشتباه کرده، یک کور آمده بهش گفته، یه چیزی رو گفته، من فعلا دارم صحبت میکنم با یه سران قبیلی صحبت میکرده، به اومده آقا تو اشتباه کردی، اون که احتیاج داشت بهش نگفتی، رفتی یه کسی که معلوم نیست عوض بشه. پیغمبرت اشتباه میکنه و تو میگی من چیزم، بعد تو مرتب داری اشتباه میکنی به عنوان ولی فقیه. میبینید مقابله مبارزه فکری. پس بنابراین توجه داشته باشیم نسبت به نظری که آقای شایگان دادن که خب ما این فرهنگ نداریم که همه با هم چیز، این به تدریج ایجاد میشه و میدانهای مقابله رو لازم، یعنی تا زمانی که رژیم معرفتش در سرکوب بالاتر از مردمه، خب میبره، لازم ما معرفت خلسلاش کنیم، از نظر فکری خلسلاش کنیم، از نظر سیاسی خلسلاش کنیم، از نظر حقوقی. آقا تو اجازه نداری مردم رو بکشی، تو قانون اساسی حق اعتراض وجود داره، چجوری میگه وزیر کشور باید اجازه بده همچین بازیات چیه؟ تازه این قانون اساسی رو عوضش کردی، قانون اساسی رو بدیم این که با تقلب عوضش کردی سال 68، همون قانون اساسی خودت هم رعایت نمی‌کنی. تازه این قانون اساسی رو گذاشتی تو مجلس خبرگانی، ببینید مبارزه فکری رو دارم میگم، مجلس خبرگانی که وظیفش اصلا نبوده قانون اساسی بنویسه، وظیفش این بوده که اون قانون پیشنویس قانون اساسی رو بررسی کنه و همون رو یا تصدیق کنه یا نکنه. شما اون اصلا گذاشتی کناری که در تمام زاویه‌های که رژیم مرتب لازمه مقابله بشه، از نظر فکری، از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی. اما این تصوری که دوست شما گفت هر جا که رژیم خشونت میکنه ما خشونت، غلطه. خشونت رو با خشونت جواب بدیم، به قول مولوی میشه خون رو با خون شستن. نه، خشونت زدایی فرق میکنه با خشونت رو به خشونت جواب دادن. در مقابل خشونت یا باید خشونت کرد که میشه خون رو با خون شستن، یا در مقابل خشونت عدم خشونت رو باید اتخاذ کرد میشه آرامش قبرستانی، یا خشونت زدایی میکنیم. خشونت زدایی چیه؟ من حقوقی هستم، راحل های حقوقی دارم، این کاری که میکنی حقوقی نیست، توی که میکشی من بتوانم جلوت وایسم وامیسم، اما من تو رو نمیکشم. کشتن حق حیات، حق حیات قابل صرف نظر کرد. مرتب میبینید در مقابله ها جایی که میای با من میخوای بجنگی مبارزه بکنی، وامیسم جلوت. به عنوان مثال یکی از دوستان میام برزود میگفت، میاد موتور سواری که میخواد به من حمله بکنه، میاد از جلوی من رد میشد، ما میذاشیم رد بشه، یهو با هم جمع میشد حمله میکردن. خب شمایی که میدونی حمله بکنی این جلوت میاد رد میشه، باید بگیری خلسلاش کنی. خودت دینت میگه که اگه داره میکشه وانست و تماشا کن بکشش. میبینید اینجا خود زور، موقعی که حصارش کامله، شما در این حالت میتوانید از زور استفاده کنید. پس میبینیم که
مقابله فکری جزئیاتی داره و دقت‌هایی داره که اگه اینا رو نکنی میفته تو دام رژیم معرفت رژیم میاد خواهد چربید در سکو. لازمه که دقیقاً توجه کنیم نه من هیچ جا مرز مشترک با توی قدرت مدار پیدا نمی‌کنم. تو جنایتکاری، تو تنبیه می‌کنی. من اصلا با تنبیه مخالفم. من معتقدم انسان خودش رو تنبیه می‌کنه اگر از حقوق بیرون بره. پس بنابراین موقعی هم که یک اشکالی پیش میاد من نمی‌خوام تو رو بکشم، من میخوام تو رو تنبیه، تو رو میذارم کنار به اینکه لیاقت نداری، بعد حق جبران رو برای تو هم در نظر میگیرم. تو میتونی خودت بیای تو دادگاه های حقیقت یا بگی که چرا این اراده رو داشتی، اونجا حافظه تاریخی مملکت رو تقویت کنی، تو میتونی خودت درمان کنی. میبینید من هیچ جا از جاهایی لازم نیستش که هم جنس رژیم بشم. به محض اینکه هم جنس رژیم نشدیم اون تحول حقوقی انجام گرفته و اینجاست که این به سرعت گسترش پیدا میکنه. لحظه پیروزی پیش میاد، لحظه پیروزی هم لحظه‌ای که همه با هم جمع میشیم. خیلی ممنون، مرسی. من نظرات شما آقای لایی عزیز، البته حق دفاع مشروع در تمام نظام‌های حقوقی جهان فکر می‌کنم به رسمیت شناخته شده. وقتی رژیمی اینچنین خشونتی به خرج میده، مردم حق اینو دارن که خودشون دفاع کنن. شما هم فکر کنم عنوان کردین تو حرفاتون. و اینکه ببینید ما الان تو یه مقطعی دیگه هستیم که مردم مبارزات میدانی میکنن، یعنی به صورت عملی رو در رو مثل جنگ‌های گذشته نفر به نفر، مقابل به مقابل. این صحبتایی که شما میفرمایید باید به صورت فکری مقابله کنیم، اینا رو فکر کنم متخصصان و کارشناسان و صاحب نظران باید به قول معروف به نوعی به خورد بیارن تو بطن این مبارزات و اینا. وگرنه مردم در حال حاضر در حال مبارزه میدانی تن به تن هستن. آقای حسنزاده شما رو میشنویم. منم میخواستم آقای شایگان به همین نقطه اشاره کنم که الان از اون مرحله گذشته و مردم حق دفاع از خودشون دارن. و اینکه یه مورد دیگه که به ذهنم رسید این بود که ما تاثیرگذاری الان بچه حقوق بشری همینه که شما بیان ایده بده توی این تجمعات، بیان ایده بده، شعارهای حقوق مدارانه بگیم، نه شعارهای منسوخ. شعار همین نکته که آقای رای گفتن، اگه منی که به یه خانمی گفتم یه زمانی دقیقا توی تجمع اعتراضی علیه اعدام نوید عزیز بودیم، نوید افکاری، نبه اعدام رو گرفته بود بالا، پریروزا رفتم داره میگه مرگ بر فلان، میگم مگه من با شما صحبت نکردم؟ شما نبه اعدام یک مرحله به آگاهی خودت اضافه کردین. این که بخوای برادرم کشت، آی هرکی خواهرم کشت منم بکشمش، این که نشد شعار. که شما یه شعارهایی بدین به روز که مشخص بشه آگاهی جمعیمون رفته بالا. مخصوصا شما حساب کن یک ایرانی خارج از کشور ایران توی دل اروپا که قوانین اساسی بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر دارن، نه اینکه دارن روی کتاب، بخش عمده از اون اجرا میشه توی آلمان، توی فرانسه، توی کشورهای دیگه. خب این داره اجرایی میشه و یک فاز جلوتر از اون کشورهایی هستن که فقط نوشتاری این قانون خوبو دارن. ما میتونیم تأثیر بسزایی بذاریم روی ذهن مردم، روی اینکه امسال نشد تو خونریزی ها، و متاسفانه من اینجوری بگم توی بها دادن‌های بعدی این نظام جمهوری اسلامی ایران رفتنیه. خود مسئولینش فکر نمی‌کردن تا این 43-44 سال طول بکشه. من چون توی زمینه نفت و گاز زیاد کار کردم و اطلاع دارم، با یه سری از سرانم همکار بودیم اتفاقا، آقای زنگله میگفت روک و پوسکنده جلو دوربین‌ها گفت تا زمانی که مردم تحمل. ازش پرسیده شد قیمت بنزین تا کجا میخواین شما بالا ببرید، یا اون سوخت ها یا مواد اولیه که ما لازم داریم برای کشور، گفت تا زمانی که مردم تحمل کنن. خب این ما هستیم که باید دست به دست هم بدیم
اگر علی کریمی صدا میده همسنفاش صدا بدن، اگر یه هنرمندی مثل شجریان بلند میشه صحبت میکنه بقیه بیان حمایتش کنن و واقعا دیگه راهی برای اون مستبد، اون خودکامه و دیکتاتور نمیمونه که دونه به دونه اینا رو پای میز محاکمه بکشه، وقت بذاره. الان تمام رسانه های ایران، تمام آخوندهایی که طمع به انتخابات بعدی دارن، دارن علیه علی کریمی متد میدن، دارن علیه نمیدونم وریا غفوری متد میدن یا غیره و غیره. وریا غفوری حرفش زد، لطمش هم خورد. مگه وریا غفوری مگه تو تیم ملی نبود؟ همه یادمونه. به آقای اسکوچیچ که بله قربان بود گفتن آقا ایشون رو دعوت نکن به تیم ملی. مدیر عامل استقلال و کاپیتان با تجربه خودش آقای آجرلو یک سپاهی به تمام معنا، چرا باید یه سپاهی مدیر عامل تیم فرهنگی استقلال تهران باشه؟ این جای تأسفه. ما باید ایده مردم خودمون رو درست کنیم. اونایی که الان ضد جمهوری اسلامی شعار میدن دارن شعارهایی میدن که خود نظام جمهوری اسلامی هم داره انجامشون میده و این تناقضه. به نظر من ما باید همین الان هم توی این تجمع مردم خودمون رو به این سمت ببریم که دیگه نگیم شخص اول مملکت محمد رضا پهلوی، شخص اول مملکت خمینی یا خامنه ای، یا شخص اول هر جایی. شخص اول دیگه معنی نداره. چرا یه آدم باید دائمی باشه؟ چرا یه آدم باید اصلا این معنی نداره توی جوامع دموکراسی. یا دموکراسی رو نگو، یا اگه میگی درستش بود. یعنی یک جمع، یه شورا، یک خرد جمعی باید حاکم باشه، نه نظر شخص. ممنونم. معلوم از شما. شما فرمودین که چرا یک سپاهی مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال به همون دلیلی که یک آخوند روزخون رهبر جمهوری اسلامی و یک آخوند روزخون دیگه رئیس جمهور اون نظام جمهوری اسلامی و یک آخوند دیگه رئیس قوه قضاییه به همین ترتیب. آقای رایی بفرمایید. بله خیلی ممنون. ببینید به یک نکته توجه داشته باشیم. من از همون جایی که آقای شایگان صحبت رو شروع کردن و دوستان ادامه دادن شروع میکنم. درسته مردم حق دفاع دارن، اما ما یه دفاع نداریم، اما اصلا دفاع ها داریم. ما کدوم دفاع رو میخوایم انجام بدیم؟ یه زمانی شما میگویید مثل داعش هست، این رژیم جلوی منه، منم دفاع در موضوعیت دفاعی هستم، میکشم. بدنه رژیم باشه، سر رژیم باشه، بغال سر کوچی باشه، میزنم میکشم، چون با مزدور رژیمه. این روش جواب نمیده. سران رژیم رو نشانه گرفتن، مدارا کردن با بدنه رژیم جواب میده. این جنبش عمومی ایجاد میکنه. یعنی جنبش ما رو تبدیلش میکنیم به جنبش عمومی. یعنی چی؟ یعنی جنبش ما به علاوه ریزش داخل رژیم که میشه جنبش عمومی، این هست که میزان خشونت رو میاره پایین. این استراتژی منه. بنابراین پس هدف من دموکراسی است، یعنی اداره کردن جمعی من. بعد دنبال برای این هدف و دنبال استراتژی بگردم دیگه. من نمیخوام مردم رو که سرزنش کنم، که من میخوام نقد کنم، من میخوام مردم فرصت تغییر پیدا کنن. حالا یه مثال برای شما میزنم. در جنگ ایران عراق شروع میشه، فرمانده کل قوا کیه؟ آقای بنی صدر. عراق میزنه، شهرها ایران میزنه. من میتونستم بگم در موقع دفاع منم شهرهای عراق میزنم، اما این خون در مقابل خونه. آقای بنی صدر گفت ما شهرهای عراق نمیزنیم. میل جنگ رو در و موقعی که هم دارین در جنگ هم دارین مبالغه میکنین، هدف شما زدن سلاحهای رژیم تا جایی که میتونین سربازهای عراقی رو نکشین. میل جنگ اومد پایین، 9 ماه جنگ رو بردیم. کودتا کردن، آقای بنی صدر رو گذاشتن کنار، خودشون جنگ رو اداره کردن. اولین اشتباهی که کردن رفسنجانی مثلا شد فرمانده کل قوا. تلفن رو برمی داشت از تهران فرمان میدید. اینو کی گفته؟ آقای احمدی چیز از استراتژیست داخل ارتش. تلفن رو برمی داشت فرمان میداد که این کارو بکنید، اون کار که اون طرف صدام داشت گوش میکرد، نقشه ها رو برام میداد. اولین ناکارآمدی اینجا پیش اومد. اون موقع آقای بنی صدر تو جبهه بود. دو، عراق میزد با موشک، اینا هم زدن. 7 سال جنگ رو ادامه دادن.
با 5000 کشته جنگ رو بردیم، با 1,200,000 کشته. الان سانسورش کردن. آقای عماد‌الدین باقی آمد رفت در بنیاد مستضعفان تعداد اونایی که شهید شدن رو حساب کردید، 1,230,000 نفره. 30,000 نفر مال دوران شاه بود، بقیهش توی رژیمه. بعدن همون رو سانسورش کردن، الان میگن چند صد هزار نفر. 1,200,000 نفر کشتن، بیش از 400-500,000 نفر چیز رو جنگ هم باختن. بس میبینیم مقابل خشونت، حالا چه راه دور بریم، همینجا نگاه کنید. بدترین شرایط موقعی که تقابل پیش میاد اینه که دو طرف بکنن پیروز میشن. بدترین شرایطه. موقعیت دفاع موقعیتی که من پیروز میشم نیست. موقعیت دفاع موقعیتی که من دفاع میکنم. بیشتر از دفاع خودم یک قدمم جلوتر نمیذارم و گفتگو هم میکنم. هر جا دشمن میخواد گفتگو بکنه میکنم. جنگ رو سریع تموم میکنم. کاری که ما کردیم. نه ماه هم جنگ تموم شد. اما نکردم. الان شما نگاه کنید. دو طرف روزنامه لوموند جدیداً یه مقاله نوشته. دو طرف دارن میجنگن، اوکراین و روسیه، به هر قیمت. این میخواد پیروز بشه، اونم میخواد پیروز بشه. امریکا که میگه من با روسیه جنگ ندارم، الان دیگه چیز شده، علنی وارد جنگ شده با روسیه. الان موشکای دوربرد داره میفرسته. حالا ببینیم میفرسته یا نمیفرسته. پس شما نگاه کنید. موقعی هستش که من میتوانم با کمترین هزینه نتیجه بگیرم. کمترین هزینه چیه؟ آقا من شما حالا خواستین نون بخوری، میخواستین نمیدونم چیز کنی، اومدی تو این رژیم. آقا این به کار این رژیم تو دینامیک تخریب افتاده، کارش به جنایت کشیده. اول خود و دیگری کردید، بعد خود و دیگری تبدیل شد به مکتبی و غیر مکتبی، بعد مکتبی و غیر مکتبی هم باز شد دوباره جناح نمیدونم ناب محمدی. بعد که اون ناب محمدی رو کار رسید به شرورترین آدم ها و همینطور رسید کار به جنایتکارا. پس بنابراین این دینامیک همینجور داره میره بالا تو تخریب و کار شما میرسه به اینکه فقط جنایتکارا باقی میمانید. پس این رژیم تو همون ببینید لازمه در واقع نشان بدیم، در واقع جلوگیری کنیم. جایی که مستقیم میتوانیم دفاع فیزیک کنیم هم میکنیم، اما نه این بفهم که فقط این راه رو انتخاب میکنیم. چرا که اون فقط وسیلش زوره، اما من فقط زور نیست. من زور رو فقط در حالتی که حصار زور کامل میشه استفاده میکنم. من انواع اقسام استعدادهای انسانی رو استفاده میکنم، ابتکار میکنم، خلق میکنم. استعداد میتونه خلق کنه؟ هیچ استعدادی نیست که بتونه خلق کنه. استعداد فقط کپی میکنه. کپی کار خوبیه، تاکتیک کار خوبیه. شما نگاه کنید اینا تاکتیک میزنن همش. تاکتیکی که معلوم نیست استراتژی چیه. من استراتژی دارم، هدف دارم، تاکتیک دارم. همه اینها میل خشونت رو خواهد آورد پایین. من دنبال جنبش عمومی هستم. موقعی که میگم طرف دنبال جنبش عمومی هستم، خود این کلمه توش عدم خشونت، کمترین خشونت خوابیده. اگر خشونت هم هست از طرف شماست، من که نمیخوام با شما بجنگم، شما میخواد با من بجنگی، من یه جای مجبور میشم جلوت وایسم. اونجا کجاست؟ اونجایی که شما اثر خشونت رو جلو میکنید، اونجایی که شما سانسور کامل میکنید، مجبورم جلوت وایسم. اجرایی ندارم. خیلی ممنون. مرسی. مرسی از شما آقای رایی عزیز. مثل همیشه از صحبتاتون استفاده میکنیم. آقای عزمدی خواه بفرمایید. عصر همگی بخیر. ببینید چیزی که دوش جمهوری اسلامی بده تفکراتش، یعنی به حالت عادی که اجسام که مشکله می. و اگه ما قرار باشه خب بدی رو با بدی جواب بدیم، فقط ظاهر جمهوری اسلامی عوض میشه. حالا میاد مثلا میشه سکولار دموکرات یا هر چی که دوستان علاقه دارن دنبالش بره یا جمع تصمیم میگیره. ولی اینی که ما بیایم میگیم آقا هر کی منو کش من میکشم، دفاع مشروع و محق حیات از بین میره دیگه، فقط با کلمات بازی کرد، این یک دلیلش. دوم که مثلا طرف میگه آقا هر کی نه تظاهرات ضد ما، هر کی بر مشخصه، کسی نمیتونه وسط وایسه. این همون تفکرات آخوندیه. حالا به اونا هم بریم همین رو میگن. من به نظرم وقتی جمهوری اسلامی اب میره که تفکرات جمهوری اسلامی اب میره، یعنی کسی رو مجبور به کاری نکنه و به حق حیات همه احترام بذارن و حق قول معروف دادگاهی شدن هم واسه همه محفوظ بمونه. ما وقتی میتونیم این تفکرات رو بذار همیشه ریشه‌کن کنیم که این چیزا رو داشته باشیم، چون که نیازمند شاهنشاهی هم تا حدودی این چیزا رو داشت. من یه مقدار اصلاح مثلا بشه بدتر شد. بعد به خاطر همین شما باید تفکراتمون رو درست کنیم. اگه ادعا میکنیم ایرادهایی که جمهوری اسلامی داره، به جاش هم خودمون اون قضیه رو انجام بدیم. متشکرم. مرسی از شما آقای احمدی خواه. آقای انصاری نژاد رو میشنویم و سپس
صحبت‌های پایانی آقای رایی رو. دوستان دیگه لطفاً بعد از آقای رایی دست بلند نکنن. سلام عرض ادب مجدد خدمت دوستان گرامی. خدمتتون که عرض کنم یه سوال داشتم از جناب آقای رایی که همزمان که جمع‌بندی رو انجام میدن این رو هم لطف کنن برای ما روشن کنن. من از حضور ایشون در این چند جلسه که در خدمتشون بودم کمال استفاده رو کردم و ممنونم ازشون همچنین دوستان. اما یه نقد دارم. الان دوستان مطرح کردن که ما باید مبارزه مدنی کنیم، مثال هم زدن دوستان گرامی که مثلا تیم فوتبالمون نباید تو جام جهانی شرکت کنه یا بازیکنانمون همه باید پشت هم در بیان و به این جنبش اعتراضی عمومی بپیوندن. خب جناب آقای رای فرمودن که نه، چرا تیم فوتبال ما بازی نکنه؟ تیم فوتبال مال مردم هست. از اون طرف با خشونت هم مخالف هستن. خب منم شخصا با خشونت مخالف هستم، چون خشونت به ذات بده، مرگبر به ذات بده. اما چون کمیته ورزشه بیام یه مثال ورزشی بزنیم. همه دوستانم ورزشی هستن دیگه توی کمیته ورزش. ورزشکار یا هر انسانی هر اقدامی انجام میده، جناب آقای رای اگه راهنمایی بفرماید ممنون میشم. ما الان فقط داریم از دید خودمون صحبت میکنیم. آیا بهتر نیست بیایم حریف رو هم آنالیز کنیم، بعد بر اساس حریفمون بیایم استراتژیمون رو تعیین کنیم؟ درست مثل یه مسابقه ورزشی. جمهوری اسلامی تو خیلی مواقع نشون داده که بعضی جاها که چه عرض کنم هیچ جای دیگه اصلاح پذیر نیست. ما باید بیایم از دید اون جوان 15-16 ساله هم که توی خیابون هست به قضیه نگاه کنیم. اون جوان 15-16 ساله یه آدم سیاسی نیست، تفکر سیاسی نداره، اطلاعات سیاسی و حقوقی نداره، مثل دو دهه قبلشون رو دارم میگم. پس نمیتونیم توقع داشته باشیم که خشونت به خرج ندن. از این طرف هم نسل میانه بیان بگن نه آقا تیم فوتبال هم نره. من میگم یه نافرمانی مدنی کلی مثل همین تحریم تیم فوتبال حتما باید انجام بشه و بیام از دید اون 15-16 ساله ها نوجوانایی که تو این مدت هیچی نداشتن، مخصوصا جماعت بانوانمون دخترامون که محبوس بودن برده بودن، از دید اونا هم به قضیه نگاه کنیم. اون وقت بیام توجیه کنیم که آیا خشونت اینها آیا درست هست یا درست نیست. بسیار ممنونم از شما. ممنون از شما آقای انصاری نژاد. آقای رای صحبت های پایانی شما رو میشنویم. بله خیلی ممنون. من صحبت‌های شما رو به دقت گوش کردم و نکاتی که به نظرم میرسه رو میگم. توجه داشته باشین که نظر من نظر مطلقی نیست و شما هم نظر شما میتونه درست باشه میتونه نظر من غلط باشه. جایی که دیگه استراتژی رو داریم تعیین می‌کنیم. حقوق هممون میتونیم فکر کنیم، میتونیم هم اشتباه کنیم، هم دیگر تصمیم می‌کنیم. حقوق مطلقه. اما میتونیم موقعی که داریم تصمیم میگیریم در تصمیم ها میتونه نظر من غلط باشه نظر شما. حالا من دفاع میکنم به نظر خودم چرا درسته، ولی شما میتونید موافق نباشید. این نکته ای که آقای احمدی زاده گفتن من کاملا تایید میکنم، حرفشون صحیح است. ببینید من اینگونه فرمول بندیش میکنم. محال شما بتونید عمل رو تصحیح کنید بدون اینکه فکر رو تصحیح کنید. فکر مقدم است بر عمل. ما عمل بدون فکر نداریم. وقتی فکر رو تنظیم کنید، وقتی رنسانس فکری ایجاد کنیم، وقتی خلسلای فکری بکنیم رژیم رو، عمل ما هم با اون فکر حقوقی ما یا غیر حقوقی ما تطبیق خواهد داشت. هرگاه سعی کنیم تمام فکرهای ما حقوقی باشه میتوانیم تنوع دید هم داشته باشیم، تنوع استراتژی داشته باشیم. میتونه این درست باشه اونم درست باشه، میتونه این ناقص باشه اون ناقص باشه، ولی میتونه هر دوش نتیجه درست بده. به این علت که هر دوش تجاوز به حقوقی نیست. اما در مورد تیم ملی، ببینیم ما تیم ملی میگیم، نمیگیم تیم دولت، نمیگیم تیم رژیم، میگیم تیم ملی. یعنی در تمام دنیا تیم رو به اسم ملت میفرستن، به اسم رژیم نیم. رژیم هم بیاد ادعا بکنه کسی باور نمیکنه. یک نکته این. دومین نکته توجه داشته باشیم که تیم ملی در تیم ملی بودن خودش میتونه حقوقی عمل بکنه، در تیم ملی بودن خودش میتونه از مردم دفاع کنه. یک در یک مصاحبه
یک ورزشکار میتونه بگه من جزء مردمم، برای مردمم مبارزه میکنم، نمیدونم امام خامنه ای رو من تشکر میکنم، این مزخرف بازی ها رو بذاره کنار. میتونه یک ورزشکار، ببینید یک کارمند میتونه بگه من کارمندم، دارم کار میکنم، اما چون کارمندم با کشتن مردمم موافق نیستم، که منی که کارمندم که قبول نمیکنم رشوه گرفتم خوبه، رشوه دادم خوبه، من نمیتونم بپذیرم که این رژیم هم جنس این رژیم بشم، این رژیم دچار فساد مزمن شده و اصلا نمیتونه فساد نکنه. چرا فساد نمیتونه بکنه؟ به این علت که رقابت مافیاهای نظامی در رژیم اتفاق افتاده، که میگه من نخورم دیگری میخوره، بس من باید بخورم. میبینید این فساده، کار فساد به اینجا کشیده. پس بنابراین تحول ما از نظر فکری صحیح باشه، مسلم کار ما هم صحیح خواهد بود. اما حالا من نظر شما، شما میگید که این تیم ملی چیز کنه، شرکت نکنه، فایده چیه؟ جام جهانی نرفتی، خیلی خوب، اونام اوراهاشون رو دارن میکشن و کار، ولی اگه این تیم جام جهانی بره و از بلندگوها استفاده بکنه، از رسانه‌ها استفاده بکنه، از افکار عمومی استفاده بکنه، تاثیرش بیشتر داره، هیچ کاری نکنه. تا آمدیمون نکرد، من با مردم هستم، خیلی خوب، نمیرم شرکت نمی‌کنم. اثری که گذاشتم چیه؟ ببینید، با ترد کردن، با غر کردن و با اینکه من فعلا مقابله نمی‌کنم، کاری به نظر میادش که، یعنی در واقع انزوا طلبی مقابله نیست. مقابله، مقاومت حرکت و عمله، حساب لازمه بکنیم. ممکنه شما بگید من حسابایی میکنم که مثلا تیم ملی نمیره، بلافاصله من قبول میکنم، حساباتون رو به من بگید کدوم هست. حسابی که من میکنم، میبینم که تیم ملی خودش رو به عنوان تیم ملی معرفی کنه، پرچم رو به دستش میدن قبول نکنه. ببینید مثال بزنم برای شما، محمد علی یه بوکسور بود دیگه، به عنوان یه چهره مبارز میشناسیمش همه ما، به عنوان ورزشکار دوست داشتنی میشناسن. این چه کار کرد؟ من جنگ ویتنام نمیرم، من حاضر نیستم برم ویتنامو بکشم، زندانیش کردم، اما نگو من استعفا میدم چون قهرمان جهان هستم، حالا همون جان نمی کنم به خاطر اینکه امریکا در جنایت میکنه. وایساد تو همون قهرمانی جهانش، اونا مجبور شدن دست به خشونت بزنن، من عمل دارم میکنم، من چرا خودم رو بکشم کرد؟ چرا انزوا طلبی کنم؟ یا چرا مثلا در یک زمینی از جاها فعلا مثلا به صورت تاکتیکی از این راه حل نیستش؟ که راه حل اینه که من در اون کاری که میکنم درست عمل بکنم، من خودم رو نماینده مردم، من این رژیم میخواد بشه سوره به خودش. تیم ملی گفتیم، نگفتیم تیم دولت، که تیم ملیه، تیم ملی پرچمی که هست مال این چیز نیست که این رژیم تقلب کرده، الله گذاشته ترش، نمیدونم این برنامه، این بازی‌های خود رژیم به من ربطی نداره، بنابراین پرچم من نمیذارم دور خودم. یا موقعی که میخوام بهش مدال بدن، موقعی که دارم چیز پرچم میبرم بالا، فکر کنید این چیز بکنه به طرف پرچم وانس اینجوری وایسه، کمان که ورزشکارا این کارو کردن. یا دیدید یه ورزشکار آمریکایی زانو زده، انواع اصلا مقابله ها و خشونت زدایی ها رو ما داریم. پس بنابراین توجه کنیم، میتونه نظر شما درست باشه، این جواب بده، منتها لازمه اندازه بگیریم فایده‌اش چیاست، چه اثری رو برای مردم داره. آیا ورزشکار من در مقابل دنیا میره به عنوان معترض بکنه، ورزشکار جرأت کنه عکس یه خانم بدون حجاب رو سینه خودش بزنه، خانم خودش رو مثلا بذاره اینجا بگه خانم من بدون حجاب؟ این یه مقابله است که و در واقع داره میگه که من زن خود منم. یا فکر کنی ورزشکار یا یه هنرمند بگه بابا شما این مادر منو، زن مادر منه، خواهر منه، همسر منه، دختر منه، بچه منه، من چطور میتونم اینو شما تغییر بکنید؟ اصلا میشه مگه یه رابطه انسانی بین انسان تغییر نشده و انسان تغییر شده وجود داره؟ این بازی ها چیه؟ مقابله، میبینید وارد جاهایی میشیم که لازمه نشان بدیم که ما کینه و انتقامی نمیگیریم، ما دفاع میکنیم، ما حاکمیم، منفی بازی ها و انرژی ها و منفی مال ما نیست، ما انرژی های مثبتیم، ما اداره جمعی میخواییم، کسی بر کسی رئیس نمیشه. ما میدانیم که جمع میشه یک جمع رو بدون رئیس اداره کرد، اونه که میگه رئیس خانواده مرد باشه. چرا رئیس خانواده زن نباشه، مرد باشه؟ مگر زن اولین کشاورز تاریخ نیست؟ مگر زن اول آرشیتکت تاریخ نیست؟ مگر خیلی از کارها رو زنا نکردن؟ مدیریت رو مگه خانم‌ها خوب نمی‌کنن؟ هر جا خانم‌ها رو مدیریت گذاشتن اشتباه کردن، آقایان درست عمل کردن؟ خیلی اصطلاح لازمه وارد جزئیات بشه. امانوئل من یک شاعر شناخته شده است، یک نکته بسیار جالبی رو میگه،
میگه میخواییم حقیقت رو پیدا کنیم، واقعیت رو پیدا کنیم، باید بریم اون جاهایی رو که حدس نمیزنن کسی که اونجا میتونه واقعیت خوابیدش رو بریم اونجا. پرونده هایی که داره نگاه میکنی باید بری یه چیزی که اصلا به نظر هیچکی نمیرسه که اون مهم، اونو ببینی مهمه. برای شما به عنوان مثال بگم پنیسیلین دیگه، یه کسی این پنیسیلین رو چیز کرد یه مدت گفت خواب داشت میخواد برای خودش، بعد از حدود چندین دهه اگه یادم بیشتر از یک قرن یادم نیست، یکی پیدا میکنه میگه این چیزی که اون تحقیقاتی کرده چیز به درد میخواد، شو پنیسیلین فعلی گذاشته بود اونجا. اون مثلا چند دهه پیش دیده بود کفک زده، کفک آزمایش کرده دیده این ضد چیز هستش، ضد اون ویروس میتونه عمل بکنه و بنابراین ببخشید ضد باکتری میگم، ببخشید گفتم ویروس، ضد باکتری میتونه عمل بکنه و بنابراین بعدش فهمیده. میبینید الان امانوئل من انگشت گذاشته رو اون که فکر نکنیم که هر چیز رو که بدیهی هست به نظرمون ظاهر سالمه عمومیت داره اون درسته، نه میتونه اصلا یه چیزی اصلا به فکر ایشکی نرفته درست باشه. اینجا هست که حضرت مسیح گفت راه اونهایی که اقلیت دارن رو برید، نه راه اونهایی که اکثریت دارن. میبخشید، خیلی ممنون و خیلی ممنون از اینکه در بحث با هم شرکت داشتید. مرسی. ممنون از شما آقای رایی عزیز، مثل همیشه استفاده کردیم از نظرات خیلی خوبتون. ممنون از همه دوستان عزیز که در بحث شرکت کردن. من یک جمع‌بندی کلی بکنم که امروز ما از کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران در خدمت شما بودیم از ساعت 18 که با گزارش و تحلیل مواد نقض حقوق ورزش و ورزشکار در شهریور 1401 توسط بانو نجاتیان، طیب نجاتیان اجرا شد، همینطور بررسی اساسنامه سازمان مراکز جهانگردی برای ورزش های زمستانی و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط زهره حق با علی اجرا شد. سه سخنرانی داشتیم که جناب آقای محمد حسن حسنزاده مهرآبادی خفقان در ورزش ایران رو ارائه دادن، خانم بانو زهرا رهایی با از فروزان عبدی تا نوید افکاری ورزشکارانی که اعدام شدن رو ارائه دادن و همینطور آقای سپهر رضای شایان ورزش، اقتصاد و سیاست رو برای ما خوندن. بحث آزادمون هم که بحث بسیار خوبی بود، حق اعتراض که با حضور همه اعضا، اکثر اعضا برگزار شد. همینطور خیلی سپاسگزارم از آقای رایی عزیز به عنوان میهمان، از نظراتشون استفاده کردیم. بسیار بحث خوبی بود، جلسه خیلی خوبی بود، بیش از 3 ساعت طول کشیدیم جلسه. البته من جا داره که همکاران رو هم خدمتتون عرض کنم. مسئول جلسه آقای داوود لطفی که متاسفانه وسط جلسه نتونستن دیگه ادامه بدن، منشی جلسه آقای مصطفی منیری که باز ایشون هم حضور نداشتن از اواسط جلسه اومدن، ضبط صدا و تدوین احسان احمدی خواه و فرشاد اعرابی، تشکر میکنم از همکاریشون، ادمین ها آقای مهدی کریمی، بنده رضا شایگان و آقای نریمان حسین نژاد. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید، تحمل کردید. با اعلام ساعت 21:03 خط جلسه رو